بینندگان عزیز، با سلام بر شما، به شما دوستانی که با ما بودید و هستید و امیدواریم که خواهید بود. امیدوارم که تا این لحظه رو به خوبی و خوشی پشت سر گذاشته باشید و اوقات رو که امروز با هم هستیم اوقات بهتری داشته باشیم. امروز جمعه 11 ماه مارچ یا مارس 2016 میلادی و برابر با 21 اسفند ماه 1394، و امروز یه خبر مهمی رو بهتون نشون میدم توی فیسبوک و اجازه بدید از دو سه تا از دوستان تشکر کنم. من امروز یه مقداری تندتر از معمول صحبت میکنم چون ساعت 3 بعد از ظهر با آقای دکتر کاظم افشارها هستیم، 4 بعد از ظهر با آقای حسن ارشاد. دوستی از نروژ تماس گرفته بود و مایل بود که 5 تا برنامه آقای ارشاد رو حمایت کنه. یه دوست دیگه‌ای از جبهه آزادی خواهان تماس گرفته بود، فکر کنم از فنلاند، من متوجه نشدم چی میگین چون تلفنتون ارتباطش خیلی بد بود. دوستانی که این تلفن‌های مجانی، خود منم عاشق چیزای مجانی هم و هیچ اشکالی نداره، ولی بهشون اطمینان نکنید. مثلا کسی که پیغام میذاره دو بار اسمشو بگه، دو بار شماره تلفنشو بگه، بعد بگید از کجا هستید. حالا من با وجودی که مثلا الان میدونم که 385 اون پیش شماره کشور فنلانده، ولی با این سیستمایی که ما تلفن میزنیم ما باید اسم کشور رو داشته باشیم، اینم مسخره است. بعد اسم اون کشور رو که میزنیم خودش 385 مینویسه، ولی اگه ما بنویسیم 385 زنگ میزنه به یه جایی تو آمریکا. در هر صورت پیام اون دوستمون رو گرفتم، از نروژ باهاشون تماس گرفتم و ایشون خیلی صادقانه خودمونی گفت آقای سوربی من بنا هستم و این چیزها رو که شما میگی اس ام اس و ایمیل و اینها رو بلد نیستم، باید صبر کنم یکی از دوستانم بیاد این کار رو انجام بده برای من. گفتم اصلا ناراحت نباش، اینایی که دکتر و مهندسن هیچ کدومشون کاری نکردن، قدر مطلق نگیم اشتباهه، بیشتری هاشون کاری ازشون بر نمیاد، همه دنیا رو شما بناها ساختین و همون فریمیسون، حالا بعضی ها میگن این فریمیسون فراموشخانه، اینا تو ایران میگفتن، میگن دنیا رو به اصطلاح اونا کنترل میکنن، ولی حقیقتا اگر اون چیزی که تو مرامنامه‌شون نوشته پایه و اساسش یه چیز خوب بوده و اینها یه آدم حسابگر، معمارا و بناهای هستن که دنیا رو اینها به اصطلاح ساختن، از لحاظ ساختمان، از لحاظ نصب ترتیب، و امیدواریم که آدمای خوبی توش باشه که دنیا را از این وضعیت خراب به اوضاع بهتری ببره. اجازه بدید من از شیرزاد جلیلی تشکر کنم، 4 تا ویدیو گذاشته بود و اتفاقا برای بابک هم فرستادم شیرزاد و بابک هم گفت که شما رو خیلی دوست داره و معمولا اینجوریه، سخن که از دل برآید لاجرم بر دل نشیند. و شما هم ناراحت نباش که سواد نداری اینها، بارها برای من گفتی و حتی تعریف کردی، گفتی یکی از اینایی که خیلی در مقام بالایی بود توی مجاهدین آمد و به شما گفت شما که سواد نداری چجوری اینقدر باهوشی؟ شما بهش گفتی که شما که سواد داری پنیر زیاد میخوری، من از همین خرف هستی، یه 6 ماهی بذار من پنیرهای شما رو بخورم و شما نون خالی بخور. اینم از ماجرای شیرزاد. در صورت 4 تا ویدیو تو امروز گرفتم و تماشا کردم و یه دونش هم که در رابطه با بابک صحبت کرده بودی فرستادم. در رابطه با بابک هروی، خود بابک هروی هم گفت آقای سوربی این کسی که این مزخرفات رو نوشته که بابک نمیدونم سرداره و نمیدونم جنراله و اینا، اولا این تفاوت یه سرباز یک رو، سرباز یک یعنی حتی از گروهبان 3 و اینها کمتر، با درجات دیگه نمیدونه. بعد من اصلا همچی چیزی ننوشتم، کتابای من، نوشته های من توی کتابی هست روی وبسایتم و روی خبربین، صفحه فیسبوک خبربین. بازم از بابک هروی ممنون و متشکرم. خب این نروژ رو گفتیم، فنلاند رو گفتیم، بیایم حالا به اینجا. از یک شنبه، یعنی صبح یک شنبه اگه اشتباه نکنم، ساعتها 1 ساعت جلو میره. ما چون در این منطقه قرار داریم، ما بر مبنای ساعت اینجا برنامه هامون اجرا میشه. این وظیفه شماست که اگه تو ایران هستید، توی اروپا هستید، جای دیگه هستید، ساعت خودتون رو، زمان خودتون رو بر اساس ساعت ما تنظیم کنید و یا به جلو ببرید یا عقب ببرید یا هر جوری که میل دارید. و این هم یه مکافاتیه که الان یه 30 سالی هست
بیشتر شاید، چون تو زمان شاه شروع شد توی ایران و توی دنیا، و دنیا باهاش دست پنجه نرم میکنه و ثابت کردن که هیچ فایده هم نداره و حتی در بعضی موارد ضرر هم داشته و هیچ انرژی به قول معروف سیو نمیکنه. خب و اما چهارشنبه سوری، میگم ما ایرانی ها همه کارمون مرموزه، سه شنبه جشن میگیریم اسمشو میذاریم چهارشنبه سوری، سه شنبه 15 مارچ آخرین سه شنبه امسال هست، چون یک شنبهش که میاد یا شنبهش که میاد دیگه سال تحویل میشه یا تحویل سال هست، ولی در این منطقه ما یکی دو جا، یکیش حتی فردا جشن میگیره و اینها، ما تبلیغشون رو نمی کنیم چون پولی نمیدن به تلویزیون مردم و چندین برنامه هست از طرف جورج میسون، از طرف دوستان، و یکی از اون برنامه ها هم فستیوال ایرانیان هست که الان فکر کنم سال پنجمش باشه و اون رو خانم شهره عاصمی برقرار میکنه و دست تنها و واقعا خسته نباشه. اون در منطقه تایسنز کورنرز هست، توی همون خود پارکینگ تایسنز شماره 1، ورودیه هم نداره. اونهایی که ورودیه دارن آگهی هم نمیدن، یعنی اینجوری در اصل این ورودی نداره و اونجا میتونید وسیله عید و اینها رو بخرید، چیزایی که لازم دارید و خوراکای ایرانی هم حتما هست. من هم اگر بتونم یه شنبه میام اونجا، ولی فردا خوشبختانه باید برم سر کار و این کلمه خوشبختانه و بدبختانه هم بعضی آدم نمیدونه چجوری حسابش کنه. اگه بگیم بدبختانه دارم میرم سر کار، خب نرو، مجبور که نیستی، خوشبختانه میرم سر کار. این هم از این. تشکر از شیرزاد جلیلی. ویدیوی درباره جنبش سربداران در آمل رو هم من دیدم. اگر دوستان مایل هستن این ویدیوها رو از تلویزیون مردم پخش کنن با مبلغ خیلی کمی، ما حاضریم این کار رو انجام بدیم. باید از شما حرکت باشه، از خدا و تلویزیون مردم هم برکت. یه دوستی گفت آقا شما در رابطه با صمد بهرنگی چه میدانی؟ گفتم والا من نمیدونم، اون موقع که ما جوان بودیم میگفتن این فعال سیاسی بوده و کشتنش اینها. الان ویدیوهایی که میبینیم، اون مسابقه که وایس آف امریکا پر کرد با اون آقایی که اونجا توی ژاندارمری و اینها بوده، گفت بابا این هیچی نبوده بنده خدا آقای صمد بهرنگی، درسته یه نویسنده‌ای بوده، معلم بوده و اینها، و اصلا ماجرای سیاسی به اون صورت نداشته. ایشون شنا بلد نبوده، با دوستش میره توی اون رودخونه و غرق میشه و سال همیشه در ایران، نه در ایران، در تمام دنیا، حتی اونایی که شنا واردن غرق میشن. در صورت اگه شماها نظر دیگه‌ای دارید درباره صمد بهرنگی اون رو بگید. در اصل ایشون گفت که من یه فیلمی که این فیلم اون وقتا با موزیک اسفندیار منفردزاده و با یه گفتاری کتابه رو به صورت خیلی خلاصه در آوردن، یا کتابه اصلا کلش کوچیک هست، این رو گفت که من میخوام برام یه چند روز پخش کنید. چند بدم؟ گفتم هر چی دوست داشتی. و من بهش گفتم من از همین امروز بعد از برنامه، البته بعد از برنامه من، برنامه آقای افشارها ساعت 3، ساعت 4 بعد از ظهر برنامه آقای حسن ارشاد، ساعت 5 بعد از ظهر این فیلم ماهی سیاه کوچولو رو من برای شما میذارم، تا دوشنبه هم روی پلیلیست ما خواهد بود. همچنین یه فیلمی که کسانی که کشور را به دشمن دادن، اون هم از آقای رادخو، که قرار بود تا امروز بذاریم ولی باز تا دوشنبه هم. اینجا میگن showing good faith، یعنی حسن نیتمون رو به این دوستان ثابت کنیم. ما سعی میکنیم که گران فروشی و کم فروشی نکنیم و تا اونجایی که میتونیم زیادتر از اون چیزی که قول دادیم بهشون سرویس بدیم تا از خدمات ما راضی باشن. ماهی سیاه کوچولو، بهرنگ، صمد بهرنگی، ساعت ها هم گفتم، دکتر کاظم افشارها ساعت 3 بعد از ظهر، و بله امروز هم 11 مارچ 2016 است و 21 اسفند 1394. با این کاغذ دیگه کاری نداریم، میایم میریم سراغ نوشته هایی که اینجا گذاشتیم. و تشکر میکنم از یکایک دوستان که ما رو در این راه همکاری میکنن. نمیدونم شما
تو صحبتهای من شنیدید، یادتون هست که من گفتم وقتی که حکومت نظامی هنوز نشده بود، وقتی که این شلوغی های انقلاب شروع شده بود، من در اهواز خدمت میکردم و بعدش منتقل شدم به هوابرد نیروی مخصوص و اونجا جزء حکومت نظامی بودم. وقتی که در اهواز بودم، حتی قبل از اون 28 مرداد که سینما رکس آبادان به اصطلاح بسوزه، آخوندا میگن شاه سوزنده، شاه میگن آخوندا سوزندن، ولی خود آخوندا اقرار کردن که در قبلش تو قم و اینها سینما سوزوندن، در نتیجه میشه شما بیشتر عقربه رو ببرید به طرف آخوندا، کسی که این کار رو قبلا کرده باشه دوباره انجام میده. در هر صورت و در اون زمان هم نخست استاندار خوزستان اگه اشتباه نکنم این آقای نمازی بود که با وجودی که بعدم فامیلش عوض کرده و اینها، الان آخوندا گرفتنش تازگی و برای آخوندا هم کار میکرده. ببینید دیگه اینها چه موجودات دوزیستی هستن. بگذاریم، من یادمه خودم یه روزی از پادگان که اون ور شهر بود با این ماشینای ارتشی میومدیم این ور، حالا یا اتوبوس بود اگر گیرمون میمد، اگر گیرمون نمیمد سوار این ریا و زیل و نمیدونم این چیزا میشدیم، از پشتش هم باید میپریدیم، اصلا ترمز نمیگذرد، همینجوری باید میپریدیم پایین. خلاصه پریدیم پایین و رفتیم دم دکون نونوایی. هیچ وقت یادم نمیره، ما خونم تو خیابون سیروس بود، این خیابون پهلوی، این خیابون سیروس، اون کلینیک بهداری و اینها هم اونجا بود آخرش. خلاصه رفتیم وایسادیم، همچین که نوبت من شد گفتم مثلا دو تا نون سنگک، من بودم و آقای حمید معماریان بود و آقای سعید رضوی، نه این سعید رضوی که بعدن چی شد، اون اهل خوزستان و آبادان بود، هر جا هستن این دو عزیز یادشون بخیر، خیلی پسرای خوبی بودن. خلاصه نوبت من که شد، چون با لباس ارتشی بودم، آقای که نونوایی داشت یا چی بهشون میگفتن اینا که پشت چیز بود، گفت که نون مال مشتریه. گفتم خب ما مشتری هستیم. گفت نه، من منظورم نون مال اینایی که اینجا تو این شهر هستن، اینها به شما نون نمیدیم. ما هم رفتیم به اون دوستان گفتیم آقا به ما نون نداد، شما با لباس شخصی برید نون بخرید بیان یا از یه نونوای دیگه. چرا این رو میگم؟ برای که من بارها بهتون گفتم دوستان، منتظر این نباشین سنگهای بزرگ بردارید، منتظر این نباشید که ساختمون رو از سقفش بسازید بیاین پایین، بیاین از اینجا میگن گراس روت، حرکت‌های مردمی، حرکت‌هایی که از پایه شروع میشه. امروز این رو دیدم، نانوایی که به نیازمندان نان رایگان میدهد. حالا شما میگید که این صحبت سربی و بهش نان ندادن چه ربطی به این نانوایی داره که به نیازمندان نان رایگان میدهد؟ این اون قدم کوتاه و کوچولوییه که یه نفر ور میداره، ولی ممکنه زندگی یه کسی رو عوض کنه. این دوستمون توضیح میده که مجله مهر، آزاده، باقری، تقاطع خیابان این و این، میره این مغازه نونوایی و نوشته که نان به سر سفره ببرید. ببینید اینجا، بذارید براتون بزرگترش کنم این عکسی رو که چیز زده اینجا، مغازه نانوایی زده، نوشته نان به سر سفره ببرید حتی بدون پول، فقط نیازمندان، فقط نیازمندان. امیدواریم که دیگران هم سوء استفاده نکنن تا این بنده خدا از این کار زیبا، مردمی، انسانی که میکنه منصرف نشه. خب حالا بیاین بگین باز دوباره این چه ربطی به تو داشت سور بی خودت رو نخود هر آش میکنی؟ بیاد ببینید اینجا چی میگه. میگه درخواست نان کردم، نانوا با پارو دنبالم کرد. ماجرا برمیگردد به سال 65. دوستان، مردم انقلابی، مسلمونا، آقای خامنه ای، آقای خمینی، حزب اللهیا، ببینید سال 65 57 انقلاب شد، 8 سال بعد از انقلاب این آقا میگه که ماجرا برمیگردد به سال 65 که آقا هاشم در یکی از شهرها، حالا چرا اسم شهره رو نمیگه؟ این هم باز از بزرگیش به اصطلاح حکایت میکنه. میگه از یکی از شهرها دوران خدمتش را میگذراند، البته دوست ندارد نامی از آن شهر بیاورد تا مبادا کسانی که این گفتگو را میخوانند نگاه منفی به آن شهر و آدمهایش پیدا کنند. من خدمت سربازیم خارج از تهران بود، در همان دوران بیماری سختی گرفتم و راهی بیمارستان شدم.
وقتی از بیمارستان مرخص شدم و میخواستم به خانه برگردم، هیچ پولی نداشتم تا به وسیله آن پول تا به وسیله آن بلیت برگشت تهیه کنم. در کوچه پس کوچه های شهر میگشتم و به فکر راه چاره بودم که بوی نان سنگک به مشامم خورد و گرسنگی خیلی بیشتر از قبل به من فشار آورد. چون خودم و پدرم نانوا بودیم و به کسانی که پول نداشتن هم نان میدادیم، فکر کردم که اگر به او رو بیندازم مقداری نان به من میدهد. شاطر را صدا کردم و به آرامی گفتم: غریب هستم و گرسنه، هیچ پولی هم ندارم، اگر امکانش هست مقداری به من نان بده. اما اون نه تنها به من نانی نداد، بلکه با پارویی که روی آن خمیر نان را پهن می کرد جلوی مردم دنبالم کرد تا من را بزند. خیلی صحنه بدی بود و هنوز هم به یادش می افتم آزارم می دهد. آخر یک لقمه نان چقدر ارزش دارد که تاوانش تحمل چنین رفتاری است؟ خب این نون بربری، عاشق نون بربری هم من، نون بربری. و این آقا هم شکلی دوستی داریم اینجا، خاربار فروشگاه مینیس فروشگاه خانوادگی ساسان، آقا رشید، شبیه اونه. آقا رشید هم اینجا کارهای خیر و اینا زیاد انجام میده. در صورت این دوستمون وقتی اون تجربه رو در سال 1365 تقریبا 30 سال پیش میبینه و با شکم گرسنه مجبور میشه فرار کنه از دست نونوا، تصمیمی که از توی خانوادش بوده همیشه به نیازمندان نان میدادن، این قوی تر میشه. نمیگه چون این به من نون نداد منم پدر اونای دیگر رو در بیارم، پدر اونا رو در بیارم بهشون نون ندم. دوستان میگه ادب از که آموختی؟ از بی ادبان. صد بار بدی کردیم دیدیم ثمرش را، خوبی چه بدی داشت که یک بار نکردیم. تصمیم جدیدی برای آن که به نیازمندان نان رایگان بدهد. آقا هاشم این را رفتار نانوا را نمیتواند بپذیرد، چون پدرش هیچگاه دست رد به سینه نیازمندان و کسانی که از او درخواست نان رایگان داشتند نزد. به همین دلیل وقتی خدمت سربازیش تمام می شود و برای ادامه کار پیش پدرش باز می گردد، دیگر به شکل جدیتری تصمیم می گیرد به همه نیازمندان و در راه ماندگان نان رایگان بدهد. نانوایی پدرم در پیچ شمیران بود. از همان نانوایی این سنت را به راه انداختم که به نیازمندان نان رایگان بدهم. بعد از آن هم که خودم به شکل مستقل در اینجا نانوایی زدم، این نیتم را ادامه دادم. این نانوای خیر تمام تلاش خود را می کند تا علاوه بر این که روزی خودش حلال باشد، نان سالم و با کیفیت هم به دست مردم بدهد و با اخلاق خیش مشتریهای ثابتش را حفظ کند. شاید قصاب نتواند گوشت رایگان بدهد، اما نانوا میتواند. حکایت کاغذی که پشت شیشه زده را میپرسم، میگوید که من از سال 65 نان رایگان به نیازمندان میدهم، اما چند ماه پیش یکی از دوستانم پیش من آمد و این کاریکاتور با نوشتهش را به من داد تا پشت شیشه نانوایی بزنم. میگفت تو که نان رایگان میخوای به مردم بدهی، نیازمندان که علم غیب ندارن، این کاغذ را بزن تا کسانی که نمیدانند هم بدانند. واقعا هم از زمانی که این کاغذ را پشت شیشه زده هم، افراد نیازمند بیشتری به در مغازه هم میآیند و من هم از آمدنشان استقبال میکنم. او معتقد است شاید یک قصاب به دلیل قیمت بالای گوشت نتواند به نیازمندان گوشت بدهد، اما نان مبلغ بالایی ندارد، شکم خیلی ها را میتواند سیر کند، پس چرا وقتی چنین کاری میتوانم انجام دهم از دیگران دریغ کنم. من از همینجا دست و پیشانی این نانوا رو میبوسم که اینها کار به اصطلاح طاقت فرسایی هم دارن، جلوی آتیش از صبح تا شب، قبلش هم باید خمیر و اینها رو حاضر کنن. در هر صورت دوست عزیز، این خوبی شما از ایران، از پیچ شمیران، از تهران آمده این بر آبها، اینه دوستان. آقای اوساندو هی فکر این نباش تا نمیدونم فلان موقع ما برنامه گذاشتیم، حالا یه چیزی گذاشتن به نام وبینار، من تو اینم اسمم نوشتم تا بیام کمی و کاستی اونم براتون بگم.
از اون رأی آزاد هم هیچ خبری نشد. یعنی اینها حتی با کسی که خودش به اسم کاندیدا اسم نوشته، خودش به اسم یک کسی که رأی داده، اینها هیچ تماسی نگرفتن. آقای حسانلو، شما هم متاسفانه افتادید در جریاناتی مثل حخا، مثل شمیرانی، مثل فولادوند، مثل شایگان، اون کی بود آقای شایگان، شایان کاویانی، و فاتحه شما هم خونده شد. یعنی اونا میدونن که افرادی که یک کمی مزاحمشون میشن، موی دماغشون میشن، چجوری با سلام و صلوات بفرستنشون این ور آب، میگی تو اون ور آب، من این ور آب. دعوای دوستان رو شنیدید، حالا اسم شهرشون رو میخوام بیارم، میگه شما پشت بوم وای میسی، اون از اون ور، این از این ور. خب ببینیم که چی شده. بله دوستان، هموطن گرامی آقای فرهاد تالشپور، با عرض سلام از آشنایی با شما خوشبختم. به بهانه سالمرگ امیر حسین آریانپور 11 مرداد 1384، خب این مقاله قدیمیه، 11 مرداد، و احتمالاً ما الان توی ایران اسفند هستیم، 3-4 ماه دیگه. در صورت یادشون گرامی، روانشون شاد، و دوستان میدونید که آقای هوشنگ، امیر هوشنگ آریانپور یک وب چیز بهش میگن بلاگ اسپات درست کردن با همین نام، هوشنگ آریانپور رایدینگز، و اونجا میتونید نوشته های ایشون رو بخونید. خب ببینم که یکی دو تا پیام و اینها گذاشتم، ببینم چیه. و این خانم نزهت یحیی‌زاده میگه سوالات جالب از ملت و حتی مچگیری از مجری پرت برنامه از سوی نماد ملی ایران. خانم نزهت یحیی‌زاده، دوست عزیز، شما با این آقایانی که همشون هم می‌نویسی سرور، ای ببخشید ها، مردشور ما رو ببره که بازم به این و اون بگیم سرور رو نمیدونم، ما نوکرتیم، ما غلامتیم. خب شما برنامه‌تون چیه؟ اونا رو ول کن، اونا خراب، مزدور، حقوق بگیر. شما برنامه چیه؟ هیچ برنامه‌ای نداشته، ندارید، امیدوارم خواهید داشت. و اما گوگل وایس، این پیام دوستمون رو بشنویم ببینم کدومش هست، چون دو تا پیام داریم. سلام عرض کردیم جناب آقای سلوی، من میخواستم به آقای ارشاد، بله این دوستیه که برنامه های آقای ارشادی رو، آقای ارشاد رو، چون فکر کنم تو این گفته بودن ارشادی، من باهاشون تماس گرفتم که ببینم منظورتون اجلالیه یا آقای ارشاد. خود ایشون وقتی که تلفنش مشغول بود و پاسخ نداد، بعد به من زنگ زد، گفت که من منظورم آقای حسن ارشاد هست و مایلم که 5 تا برنامه ایشون رو حمایت کنم. خانم شایسته الهامی یک مقاله ای رو 25 فوریه نوشتن، جالبه، میخواین من براتون این رو به این صورت ببینم میتونم نشون بدم و بخونم. این نوشته های فارسی هم هر کدومش به یه شکلی در میاد که واقعا آدم رو عاجز میکنه. مثلا این یکی به صورت مثل ستون روزنامه ها در اومده، ولی خیلی کوتاه و کم. بله خانم شایسته الهامی 25 فوریه نوشتن، حکایت میکنن که شخصی پیش دانشمندی میآید و میگوید که فلانی از شما خیلی تعریف میکند. دانشمند شروع به گریه کردن میکند. شخص فکر میکند که نکند او سخنش را نشنیده، حرفش را تکرار میکند. دانشمند جواب میدهد تعریف آن شخص نادان برای من نوعی توهین است و گریه من از این است که او چه چیز احمقانه‌ای در من دیده که از من تعریف کرده است. شاید ضرب المثل بگو دوستت کیه تا بگویم کیستی از همین داستان گرفته شده. بله میگن تو اول بگو با کیان دوستی، پس آنگه بگویم که تو کیستی. همین داستان گرفته شده. در مناظره تلویزیونی 11 فوریه آقای برنی سندرز میگوید خانم هیلری کلینتون در کتاب خود نوشته است که کسینجر دوست اوست و او همیشه به دوستیش افتخار کرده است. در حالی که به نظر سندرز یکی از کسانی که بیشترین خرابی ها را در سیاست خارجی آمریکا ایجاد کرده و باعث شده است که آمریکا در دنیا بدنام بشود، همین آقای هنری کسینجر است. برنی سندرز فقط به یک مورد، در به یک مورد کامبوج و کشتار میلیون ها انسان اشاره می کند و بیشتر توضیح نمی دهد، ولی اخیراً آقای
گریگ گریندن کتابی نوشته است به نام سایه کسینجر که در آن از سیاست‌های مخرب کسینجر پرده برمی‌دارد و مدتی پیش یکی از برنامه‌های دموکراسی ناو به صحبت در مورد این کتاب و نویسنده آن اختصاص داشت. با وجود اینکه سندرز از هیلری کلینتون در بعضی ایالت‌ها رأی بیشتری می‌آورد، ولی پیچیدگی مراحل ابتدایی در انتخابات آمریکا بیشتر اوقات هیلری را برنده اعلام می‌کند. اینطور که می‌گویند در مراحل ابتدایی مردم رأی می‌دهند، ولی در آخر کار نهاد هیئت‌ها دلیگیت نمایندگان آنها تعیین کننده نامزد نهایی احزاب هستند. مسلماً در هر دو حزب این هیئت‌ها می‌توانند به وسیله لابی‌ها تغییر عقیده بدهند با یا تحت نفوذ آنها باشند. در شبکه‌های اجتماعی می‌خوانیم که بر علیه سندرز به طور دائم تبلیغ می‌کنند. حتی در تلویزیون‌ها از مصاحبه شونده‌ها می‌پرسند آیا او می‌تواند انتخاب بشود، مگر در این انتخابات مردم رأی نمی‌دهند و آیا آنها نیستند که باید انتخاب کنند؟ پس چرا منتظر رأی مردم نیستید؟ وضعی که 20 فوریه در نوادا پیش آمد نباید ساده از کنارش گذشت. هیلری کلینتون 19 رأی و سندرز 15 رأی از این هیئت‌های نمایندگی را به دست آوردند. هنوز رأی نهایی اعلام نشده، ولی بعد از رأی‌گیری هیلری به طوری صحبت کرد که گویا او برنده است. دائم هم برای اینکه مردم را تحت تأثیر قرار دهد، حرف‌های سندرز را مثل توتی تکرار می‌کند تا مردم را با این حرف‌ها به طرف خود بکشد. ادعا می‌کند که باید بجنگد تا بتواند برنده شود. حالا با چه کسی؟ آیا برای مظلوم نمایی نیست؟ او می‌داند همه شرکت‌های بزرگ برعکس سندرز از او حمایت می‌کنند و سعی می‌کنند جلوی انتخابات سندرز گرفته شود. صبح یکشنبه 21 فوریه متیو دیوید تلویزیون ای دیس ویک در برنامه بی سی می‌گوید ای بی سی. ببینید چجوری به هم می‌ریزه دوستان. ببینید این A اینجاست، بعد This Week در برنامه BC اینجوری ABC در برنامه This Week که هیئت‌های نمایندگی در نوادا اجازه ندادند که برنی سندرز انتخاب شود، بنا به گفته خبرها این وضعیت در مورد ترامپ هم هست و سعی می‌کنند جلوی انتخاب او هم گرفته شود، چون ترامپ خیلی از دروغ‌های آنها را رو کرده، ولی چون ترامپ پول دارد در مورد او موفق نمی‌شوند. و اما روز 21 فوریه در برنامه‌های سیاسی صبح یکشنبه آمریکا، ترامپ میگوید جورج بوش در مورد سلاح هسته‌ای در عراق به مردم آمریکا دروغ گفت و با حمله به عراق باعث شد که وضعیت خاورمیانه متزلزل بشود. عراقی‌ها به برج‌های دوقلو حمله نکرده بودند و باعث آن کشور دیگری بود. آن کشور را نام نمی‌برد. همین باعث شد که ما در سال گذشته 4 تریلیون خرج 14 کنیم، شاید 14 و 4 نمیدونم. ببینید دوستان این چجوری به هم میریزه، مثلا انگلیسی و فارسی عدد که میاد، یا اونجا دیدید ABC انگلیسی که نوشته بودن اینجوری شد، This Week رو که انگلیسی نشد، تریلیون خرج کنیم و خودمان از آن بهره نبریم. نتیجه این جنگ ها هزاران کشته و هزار زخمی است. باز میگوید وضعیت سوریه باید هرچه زودتر مشخص شود. ما نمیتوانیم چندین سال دیگر در سوریه بمانیم. به نظر میرسد که خارج از حرف های مضحک و ریسیستی، بعضی ها راسیستی هم میگن، ریسیست یعنی همون نژاد پرستانه، و که ترامپ در سیاست داخلی عنوان می‌کند در سیاست خارجی مثل دیگر جمهوری خواهان عقاید افراطی ندارد. او درباره حل مسئله اسرائیل و فلسطین میگوید برای این مسئله باید هر دو طرف را در نظر بگیرید. شما نمیتوانید طرفدار یکی باشید و مسئله را حل کنید. شاید به خاطر همین حرف هاست که مخالف او هستند. البته او به خاطر مستقل بودن و داشتن پول میتواند این حرف ها را به راحتی بزند، چون دیگر کاندیداها و خود هیلری جرأت گفتن چنین حرفی ندارند و در ضمن اعتقادی هم به آن ندارند.
اینطور که میگویند تا پایان رأی گیری استانها در مجموع باید رأی هیئت‌های نمایندگان 2400 به دست بیاید و اگر بین سندرز و هیلری تقسیم بشود باید هر کدام بیشتر از 1200 رأی بیاورند تا به عنوان نامزد از طرف دموکرات‌ها انتخاب شوند که آن هم در اواخر ماه ژوئن خواهد بود و با این ترتیب مجموع رأی این نماینده ها هست که نتیجه را روشن می کند، نه آراء مردم. با توجه به شرح بالا می شود گفت که با دخالت این نهاد در مراحل انتخاباتی به تعبیری نوعی نظارت استصوابی به وجود می آید، زیرا در تعریف دموکراسی واقعی انتخاب رئیس جمهور و نمایندگان باید مستقیما از طرف مردم باشد، نه با واسطه نهادی که قابل نفوذ باشد. در ضمن فقط دو حزب وجود دارد که افراد خود را کاندیدا می کند و حزب سومی به آن صورت وجود ندارد. برای همین مردم کمتر حاضر هستند در انتخابات شرکت کنند. بالاترین درصد شرکت در انتخابات در سال 2008 در زمان اولین دوره ریاست جمهوری اوباما بود که 63% اعلام کردند و این هم به دلیل اینکه اوباما به 2012 قولهای انتخاباتی عمل نکرد، رای دهنده ها کمتر شدند یا کمتر بودند. نظرسنجی در مورد محبوبیت کنگره و مجلس سنای آمریکا حدود 11% است. این یه مدتی 7% هم شده بود. تمام آمار و نوشته ها برگرفته از برنامه های سیاسی و اخبار تلویزیونی آمریکاست. در مورد جمهوری خواهان در کارولینای جنوبی رأی بیشتر را ترامپ آورد و جب بوش با وجود محبوبیت پدرش و برادرش در آن استان و سپورت تمام خانوادهش، مادر و برادرش جورج بوش به خاطر اینکه رأی کمی آورد از مبارزات انتخاباتی کنار کشید. او در این مبارزات به نقل از نیویورک تایمز 130 میلیون دلار خرج کرده است. دوستان، من اولی که اومدم آمریکا حقوق رئیس جمهور 200,000 دلار بود در سال، یعنی از روزی 1,000 دلار کمتر. الان شده 400,000 دلار اگه اشتباه نکنم، یعنی روزی 1,000 دلار بیشتر. شما به من بگو 8 تا 400,000 دلار میشه 3,200,000 دلار. چرا اینها میان 130 میلیون دلار یا بعضی هاشون بیلیون ها دلار خرج میکنن تا بیان این شغل رو بگیرن؟ شما اگه تونستید همچین معمایی رو حل کنید. من یکی از کارهایی که منتظر بودم این برنی سندرز انجام بده این بود که اصلا بگه الان زمانی که این سوشال مدیا و اینها هست هیچ کس دیگه توی تلویزیون ها و اینها تبلیغ نده و بیاد از این مجانی استفاده کنه. البته این برنی سندرز می نویسه برای ما 2.70 دلار امروز بده، ما هم هی میدیم و امیدواریم که این 2 دلار و 3 دلار و 5 دلار و 15 دلار بتونه این رو در مقابل، ولی نمیشه. اصلا به قول آقای سرهنگ عقیلی پور گفت که این رأی و اینها رو یورو و دلار و اینها میخره. بله، آقای جبوش 103 میلیون دلار خرج کرده. این شاید پایان خانواده بوش در اثرگذاری بر سیاست آمریکا باشد. در این رابطه کسانی مانند لسلی گراهام از حزب جمهوری خواه، از دشمنان شماره یک مردم ایران و به نوعی دوقلوی جان مکین، خوشبختانه دستشان خالی ماند. اینطور که نوشتند چون او ترامپ را قبول ندارد حالا از خانم کلینتون حمایت میکند. یک دوست و یک حامی دیگر مانند لسلی گرام نشان میدهد که تا چه حد نظرات هیلری به جمهوری خواهان نزدیک و انتخاب او چقدر خطرناک خواهد بود. یادآوری میشود که از 17 نفر افرادی که خود را از طرف جمهوری خواهان کاندیدا کردند فقط 4 نفر، چون این رو وقتی نوشتید بن کارسون بود، 4 نفر باقی ماندن و چون ترامپ هم در فوریه در نوادا با اکثریت برنده شد شاید تکلیف 2 نفر از 24 آنها هم روزهای اول و 15 مارس روشن بشود. ممنونم از ایشون. دوستان، اگر شما هم مقاله هایی رو دارید که میخواین روی فیسبوک ما بذارید، روی تلویزیون پخش بشه، حتی با صدای خودتون با ویدیوی خودتون این کار انجام بدید. حالا که صحبت از صدا و ویدیو هست، یادم اولین سالهایی که اومدیم توی تلویزیون یه کاری را انداختیم که میگفتیم هر کسی میخواد
عید رو تبریک بگه، سال نو رو تبریک بگه به دوستانش، به فامیلش، اقوامش در سر تا سر جهان، این کار رو انجام بده. اون موقع $10 $15 چارج میکردن. من افرادی که با ویدیو، آدیو نه، با ویدیو یا از طریق اسکایپ یا از طریق نه ویدیو، ویدیو ضبط کنید، با یوتیوب میتونید ضبط کنید، با تلفنتون میتونید ضبط کنید، با تلفن میتونید ضبط کنید، با مسیج هم برای شماره تلفن 202-695-2573 بفرستید. اگر کمتر از 1 دقیقه باشه مجانی مهمون من. به این صورت شما این تلفنت رو ور میداری، اینجوری میگیری جلو خودت، خیلی قشنگ نگاه سعی کنید ببینید دوربینش کجا. خیلی ها دوربین رو نمیبینن، انگشتتون رو ببرید جلو ببینید دوربین این وره، مثلا قشنگ نگاه این ور کنید که وقتی این کار کنید وقت انگار دارید توی لنز نگاه میکنید، انگار دارید توی لنز نگاه میکنید. بعد بگید که مثلا دوستان و یا مثلا فامیل و دوستان گرامی در هر جای دنیا که هستید، من پارسا سوربی از تلویزیون مردم از واشنگتن سال نو رو بهتون تبریک میگم. امیدوارم سالی بهتر از سالهای گذشته و سالی پر از صفا و دوستی و مهربانی و صلح و آرامش برای تمام دنیا باشه. این رو قشنگ بفرستید، کمتر از 1 دقیقه مجانی، بیشتر از 1 دقیقه همت عالی. لطف کنید $5 $10 حمایت کنید تا ببینیم که چه خواهد شد. اون رو ما در برنامه ها پخش میکنیم. اصلا اگر تعداد زیاد شد، شد 20 تا 30 تا، 20 دقیقه نیم ساعت فقط، اینها خیلی قشنگ میشه یکی پس از دیگری. مثلا میگم آقای مصطفی زاده از هلند به دوستانش، به فامیلش، الان کلی وقتم هست ویدیو نداشته، یه ویدیو 1 دقیقه ارسال میکنه. خانم شایسته الهامی از کانادا، دوستان دیگه، آقای افشارها از کانادا، اینها را تبریک بگید. حالا اینایی که برنامه دارن مثل آقای افشارها، اگه تو برنامه‌شون هم این کار انجام بدن، به من بگن این قسمت، دیدید من اون قسمت رو ضبط کردم برای تلویزیون رهایی، بگن این قسمت رو من میخوام به عنوان تبریک سال نو ازش استفاده کنید، من ساکت میشم، ایشون 1 دقیقه پیام بذاره و ما اون رو در قسمت پیام‌ها پخش می‌کنیم. دیگه چی می‌خواید؟ اینم مجانی. والا چی بگیم به ما؟ حالا دیگه فقط همت میخواد. تلفن و یوتیوب و نمیدونم همه اینها هم حاضر و آماده است. خب این گوی و این میدان. و اما بله، ممنونم از آقای سهراب چمنارا که امروز یک مقاله رو روی فیسبوکشون گذاشته بودن و من هم آمدم در اون رابطه نوشتم که آقای چمنارا، ما چند هفته پیش با شما یک صحبتی داشتیم و امیدوارم که دوستانی که با نظرات شما مخالف بودن بیان و در تلویزیون مردم صحبت کنن. اجازه بدید ما چون صحبت از فیسبوک شد یک تبلیغ مجانی هم برای این سوربی بنده خدا انجام بدیم که خیلی زحمت میکشه و آخرش نمیدونم چی میشه، یا شب میمیره یا روز از بس که زحمت میکشه. خب بیاین تلویزیون مردم، مردم تیوی. امیدوارم قبل از اینکه این تبدیل بشه به مردم تیوی و از دست شما من بمیرم، بیاین حمایت کنید، نگهش دارید. فیسبوک مردم تیوی، من بارها گفتم ما اینجا نه جنبشی داریم، نه آموزش توپ و تفنگ میخواییم به کسی بدیم، چون گفتم که در تلویزیون مردم باور ما بر این است که جنگ و خونریزی و کشت و کشتار دنیا را بدتر کرده و خواهد کرد. پس باید تلاش کنیم با صلح و دوستی و منطقی صحبت کردن راه حلی برای دنیا، اونم اول برای خونه خودمون، برای کوچه خودمون، برای محل خودمون، برای شهر خودمون و الی آخر. یادتون باشه این مسئله خیلی خوبی که آمریکایی‌ها استفاده میکنن، میگن هیچ وقت خونه رو که میخواین بسازید از سقف شروع نکنید. و نمیدونم هم چیز در فارسی داریم یا نه، درباره ضرب المثل ها و اینها با خانم سیمین حبیبیان تماسی داشتم، ایشون گفت که آقای سوربی من میتونم رین چک بگیرم برای اپریل. رین چک اینجا یعنی این پیشنهاد خوبیه و الان نمیتونم به دلیل این برنامه های عید و نوروز و اینها، فامیل و مسافرت ها و اینها، و اپریل، امیدوارم اپریل ایشون بیاد، حالا یا یه برنامه یا بیشتر درباره این کتاب. اجازه بدید من این کتابشو بهتون نشون بدم. گفتم بهتون من این کتاب رو سال 2000 2001
تهیه کردم و به نظرم جالب اومد که هر کدوم از ما داشته باشیم، حتی اونایی که خانماشون یا هزبند شوهرشون مثلا آمریکایی انگلیسی بلده، اینها 1001 مثل فارسی به انگلیسی، اینجا هم 1001 نوشتن پرژن انگلیش، اینا رو خیلی قشنگ مثلا نوشته که نفاق بینداز و حکومت کن، نوشته divide and rule، یعنی divide نفاق انداختن، در صورت یا بیان خودشون اینو برای ما به صورت برنامه های جالبی 15 دقیقه، ربع ساعت، نیم ساعت، 4 تا 5 تاشو باز کنن بگن، یا اینکه ما به اصطلاح اینها رو بخونیم. و به نظر من این یک کادوی خوبیه، والا بلا به دین، به جدتون، به آیینتون، بنده پولی نگرفتم، فقط چیزای خوب رو سعی میکنم از جیب خودم تبلیغ کنم. این کتاب به نظر من کتاب خوبی آمد. اتفاقا ایشون گفته بود که چون مدتها از چاپ این کتاب گذشته، باید با ناشرش تماس بگیرن ببینن هنوز موجود هست یا آیا حاضر هستن دوباره نشر چاپ کنن. دوستان باورتون میشه این دوستان مؤلف اینها باید حتی پول بپردازن که این کتابا چاپ بشه به دست من و شما برسه، یعنی ضرر از جیبشون، درست عین تلویزیون مردم. و بی‌همتی من و شما، همین که 400 تا مثلا تیراژ کتاب ها هست و همین که چه میدونم چی بگم، ولی خبر خوب اونه که این روزا ناشرا بر اساس بهش میگن print on demand، یعنی شما بهشون میگی آقا من 5000 تا نمیخوام، ولی اون موقع میگفتن اگه 5000 تا چاپ کنی قیمتش اینقدره، 10000 تا چاپ کنی قیمتش اینقدره، 20000 تا چاپ کنی قیمتش اینقدره. این کامپیوتر و امکانات بهشون این اجازه رو میده print on demand، یعنی میتونن حتی 100 تا 100 تا چاپ کنن. امیدوارم که شماها استقبال کنید، امیدوارم که خانم حبیبیان رو در ماه اپریل داشته باشیم. و اما برگردیم به فیسبوک تلویزیون مردم و این حرف مهم و خیلی درستی رو که آقای روحانی زده با همدیگه ببینیم و بشنویم. و شما هم اگر سرویسی دارید، اگر برنامه‌ای دارید، نوشته‌ای دارید، کتابی دارید، میتونید با هزینه 10 دلار از فیسبوک ما استفاده کنید و این رو برای بیش از 8000 نفر ارسال میکنیم. بشنویم ببینیم این آقای روحانی واقعا چی گفته، عجب صحبتی کرده. بفرمایید آقای روحانی. امسال سال 94، 93 نیست، 92 نیست، 91 نیست و سال آینده 95 خواهد بود. گفت از کرامات شیخ ما این است، شیره را خورد و گفت شیرین است. یا از کرامات شیخ ما چه عجب، مش را باز کرد و گفت یه وجب، یه چیزای اینجوری. اتفاقا اینو آقای افشارا خیلی قشنگ شعره رو خوندن یه دفعه کامل، البته ناگفته نماند. این وقتی که بریده یه ویدیویی رو میاریم، بله ما پخش میکنیم، میخندیم، مسخره هم میکنیم، ولی این out of context صحبت کردن حقیقتا کار درستی نیست. مثلا شاید ایشون منظورش این بوده که امسال سال 91 و 2 و 3 و اینهایی که احمدی نژاد بود نیست، امسال سال 94 و سال آینده هم 95 و ما چنین خواهیم کرد و چنین میکنیم. میدونید که معروف شده، میگن آقای روحانی تقریبا کاراش شباهت زیادی به شیخ محمد داره که توی دبی سازندگی کرد، این توریستا رو به اصطلاح تشویق کرد برن اونجا و الی آخر. در هر صورت با همه اینها، این شغل تلویزیون هست که گهگاهی یکم هم اینجوری طنز رو بیاره و حتی از حرفای درست اینها مسخره درست کنه و با هم بخندیم، نه به هم. برنامه زنده سربی با مردم، دو بعد از ظهر امروز که الان در خدمتتون هستم. ولی اگر هم این برنامه رو به صورت بازپخش میبینید، یا از یوتیوب میبینید، یا از فیسبوک میبینید، یا از وبسایتمون میبینید، یا از خود مردم تیوی میبینید، اون موقع هم میتونید تماس بگیرید، پیام بذارید، ایمیل بفرستید، روی فیسبوک اظهار نظر کنید. و خیلی خوشحالم که سوء تفاهمی که من اشتباه کرده بودم، فکر کرده بودم آقای افشارها گفته اگر کسی روی فیسبوک برای من نوشت من نمیخوام بدونم چی گفته، ایشون گفت نه، چون فیسبوک ندارم اون قسمت رو شما لطف کنید برای من بفرستید، من پاسخ میگم. ولی دوستان اگر میخواین با آقای
افشارها تماس بگیرید، من یه بار دیگه هم الان بهتون این شماره تلفن، والا دیگه از این بهتر تو با چه مهارتی ماشاءالله این سوربی تمام این اینفورمیشنات سر نوک انگشتش هست. بله آقای افشارها تلفنشون هست 905 737 5158، و دکتر کاظم افشارها رو اگه اسمشون رو تایپ کنید در گوگل کلی ویدیو میاد و کلی نوشته ها و اطلاعات و اینها، و ایمیلشون هم هست info@kaveacademy.com. میدونید که در آدرس ایمیل وقتی که شما مینویسید مهم نیست کپیتال یا بزرگ بنویسید یا کوچیک، من اینجا کاوه و آکادمی رو به وسیله این دو حرف کپیتال از هم یه جوری سوا کردم، چون بعضی‌ها میان مثلا مینویسن کاوه خط فاصله academy.com، ولی چون وبسایت اینها آکادمی کاوه آکادمی هست، من اینجوریش کردم که شما تا این کاوه رو می‌بینی کلمه کاوه معلوم باشه، تا آکادمی میرسی به ای بزرگ بفهمی این جدا هست. ما همش باید کاری بکنیم که دیگران براشون کار آسون بشه. همون معلمی که میاد سر کلاس اول میگه با چند بخش بود؟ دو بخش. این بابا رو از روز اول برای شما قسمت نکرد دو شقش کنه، بلکه میخواست به این وسیله یادگیری رو برای شما راحت کنه. ممنونم از آقای افشارها، یه بحث جدیدی رو در تلویزیون مردم شروع کردن که شاید ما همیشه بهش فکر کردیم ولی هیچ وقت برایت نبودیم چجوری بیانش کنیم، داخلش نبودیم ببینیم مشکل چیه. بحث استعمار آموزشی و آموزش استعماری، همین که تا دیروز میگفتن حداقل باید دیپلم داشته باشی، حالا دیگه میگن دیپلم به درد عمت میخوره، بار لیسانس داشته باشی. تا شما لیسانس بگیری یا بچت لیسانس بگیره، لیسانس هم به کار نمیخوره، ضمن اینکه این بنده خدا 80000 دلار 100000 دلار 200000 دلار بده کار شده. یعنی جوونی که آماده کار میشه با یک کوله بار بدهی میاد توی بازار کار، با نزول با بهره میاد تو بازار کار، و یک کدوم از این نماینده ها چرا سندرز اینو میگه، به فکری نیستن که بابا این جوون شما این همه پول دارید خرج میکنید، به اسرائیل میدید، جنگ درا میندازید این ور ور، اگر شما میگید باید اینها تا لیسانس درس بخونن تا بتونن تو جامعه مثمر ثمر باشن، خب تا لیسانس درس خوندن رو مجانی بذارید برای اینها، امیدواریم که انجام بشه. این هم از این. بله ببینیم که دیگه چی داریم براتون. 13 دقیقه دیگه با شما هستیم، و اما بذارید من پیام این دوستمون رو پخش کنم که دوستان اگر یه جاهایی زنگ میزنید اونها بهتون تماس نمیگیرن، همیشه فکر نکنید بدذاتی اونهاست، کم لطفی اونهاست. ببینید من با این پیام با چه میکردم، بشنویم. درود بر شما جناب صوفی بزرگوار. صالحی بختیاری هستم از جبهه آزادی خواهان ایران، من در انجمن زرتشتیان رو در نقاط بالا در تماس گرفتم. صبح گفته بودم که پدرمانی از من شماره تلفنی که این دستگاهمون انداخت 358 رفتم نگاه کردم از فنلاند تماس گرفتم، تلفن شما زنگ میزنه قطع میشه. خیلی از این تلفن ها اگه اینترنتی باشه یا کارتی باشه، با وجودی که ما شمارش رو میبینیم ولی از این بری ما نمیتونیم به شما زنگ بزنیم. ضمناً شما لطف کنید با ایمیل usa.sorby@gmail.com، این ات رو بعض جاها میگن ات ساین، یعنی ساین، خب معلومه دیگه، این ات رو اینجوری ای و تیش هم اینجوری نوشتن شده ساین علامت ات. در هر صورت نمیدونم، من این پیام رو گرفتم 38 ثانیه بود، دو بار دیروز گوش دادم، امروز صبح با این شماره تماس گرفتم، سه بار چهار بار تماس گرفتم، وصل نشد، ارتباط برقرار نشد. یعنی من به لحاظ وجدانی و اینها وظیفه خودم انجام دادم، حالا ببینیم که
شما اگه این برنامه رو ببینی و بشنوی بعد چیز کنی. نمیدونم یه جایش من فکر کنم طب درمان یا چیز شنیدم نمیدونم گیاه یه چیزی اینجور در صورت حاصلش هیچی نبود نفهمیدم. کتاب مستندی درباره بحران جهانی و عوامل آن انتشار یافت که به ضمیمه است و به زودی به زبان انگلیسی نیز انتشار می‌یابد. این کتاب را آقای حسن ماسالی فعال سیاسی نویسنده دکتر حسن ماسالی این رو نوشتن و به زبان آلمانی هست، برای من هم فرستادن. نمیدونم منظورشون این هست که این پی دی اف رو به همه پخش کنیم یا نه، چون من میدونم اینها نظرشون این نیست که از چاپ کردن کتاب پولی به دست بیاد، پولی داخلش نیست. در اصل این کتاب رو هم اگر خواستید با خود ایشون تماس بگیرید، H اول حسن H ماسالی، ماسالی رو هم با دو تا اس بنویسید massali@aol.com و این کتاب رو ازشون بخواین بگیرید و بخونید. و اما بله، در رابطه با این برنامه‌ای که گفتم آقای اوسانلو برنامه دراز مدتی رو پیشنهاد کرد و به نظر میاد که اینها از این نمد گلیمی برای از این چی میگن نمد کلاهی برای خودشون میخوان درست کنن و یک کار دائمی داشته باشن. اینه، ببینید برنامه الان درست کردن با آقای به نام رضا بدیعی، نمیدونم اون رضا بدیعی کارگردانه که نیست که، نه اون فوت شد، نوشتن که Dear Parson, thank you for registering for این، من چون ثبت نام کردم اینها برای من این رو پاسخ دادن. یک شنبه 13 به وقت مرکزی، حالا یک شنبه 13 به وقت مرکزی یعنی یک شنبه 13 همه مارچ، من و شما باید حدس بزنیم این دوستان در کامیونیکیت یعنی مکالمات یا ارتباط برقرار کردن ضعیف هستند. اوکی، یک شنبه 13 همه مارچ به وقت مرکزی آمریکا یا 13 به وقت مرکزی آمریکا. آقا چند نفر ایرانی میدونن که وقت مرکزی آمریکا کجاست؟ حالا شرقشو بگی یه چیزی، غربشو بگی یه چیزی، قربونت برم حالا دیگه سنترال تایم رو آوردی برای اینها. ببخشیدا میمردیم اگه بهشون میگفتیم به وقت مثلا فلان استانی که اون وسط هست یا به وقت نمیدونم نیویورک یا به وقت کالیفرنیا. ما بلد نیستیم با مردم ارتباط برقرار کنیم. بله، حالا چیه به وقت مرکزی آمریکا؟ گزار خشونت، گزار خشونت پرهیز از جمهوری اسلامی به دموکراسی. دوستان فکر نمی کنید این پرهیز خشونت باید باشه یا خشون؟ من نمیدونم والا، من میگم اینقدر دیگه چیزای بد میخونم که فارسی بدی هم که داشتم بدتر شد. شما به من بگید این جمله یعنی چی؟ یک شنبه 13 به وقت مرکزی آمریکا گزار خشونت پرهیز از جمهوری اسلامی به دموکراسی، سلسله وبینارهای ماهیانه در رابطه با راهکارهای گذار از جمهوری اسلامی به دموکراسی و حقوق بشر از طریق حمایت و شرکت فعال در جنبش دموکراسی خواهی ایران با رویکرد حصول به وفاق ملی قبل از فروپاشی جمهوری اسلامی و نهادینه شدن ساختار سیاسی دموکراتیک بر بنیاد اعلام. ای بابا، شما که تا دیروز میگفتید اول این رو داغون میکنیم بعدن میشینیم شاه و شازده و رئیس جمهور انتخاب میکنیم، الان تصمیمتون عوض شد، حالا دیگه میخواین قبل از اون دولت موقت و حکومت دموکراسی را بندازید. ای داد بیداد، دموکراتیک بر بنیاد اعلامیه جهانی حقوق بشر در ایران ساعت 13 به وقت مرکزی آمریکا، 14 نیویورک، 11 صبح کالیفرنیا به وقت مرکزی اروپا ساعت 20 و به وقت ایران 23. دستتون درد نکنه که این توضیح رو دادید. Please send your questions, comment and feedback to hambastegi4iran@gmail.com. This webinar meets 11 time. میگه میدونید که سمینار از روزی که آمد روی اینترنت، چون وب، این وب همون مثل تور، مثل تار عنکبوت هست، چون این شد کلمه سمینار و وب رو قاطی کردن شد وبینار. به هر کس شما بگید وبینار میدونه که باید از طریق اینترنت با شما تماس بگیره، کار خوبیه، ولی اینها تا ژانویه 8 2017 برنامه ریختن، پس من و شما میتونیم
تصور کنیم که تا اون زمان جمهوری اسلامی آخوندها هستند و این دوستان هم دارن این وبینارها را ادامه میدهند و حقیقتا خودشون و من و شما را گذاشتن سر کار. ممنونم از اینها، بسیار ممنون. همه شرایطش هم نوشتن، شما هم میتونید برید ثبت نام کنید و اونجا باشید. حالا ببینیم بعد از رأی آزاد و بعد از اون صندوق‌ها، بعد از اون همه اشکالاتی که فقط سربی گرفت و دیگران شهامت و شجاعت رو نداشتن، ببینیم این یکی به کجا میرسه. آقای اوساندو، دوست نازنی، شما را هم گذاشتن سر کار. اولش با یه ملاقات با آقای رضا پهلوی، دومش با 4 تا از این عقب افتاده های سیاسی، یکشون از یه جای پول میگیره، شما را میاره میذاره سر کار. من متاسف، اینم از این ماجرا. و اما خب رضا بدیعی رو خوندم. و اما شهریار گفت: استاد شهریار، شبی در مجلس شعری سرودن با این مطلع نمیدونم چه باید کنم. ببینید من براتون بیارم، به خدا دیگه میخوام اینا رو تقصیر بی سوادی و کم سوادی من نذارید. 5 دقیقه بیشتر وقت نداریم بخونم بریم سراغ آقای دکتر کاظم افشار. هم میگه: استاد شهریار شبی در مجلسی شعری سرودن با این چیه؟ مطلع امشب از دولت می دفع ملالی کردیم، این هم از اون شبی بود که حالی کردیم. خانم جوانی که در مجلس حضور داشت گفت: استاد شعر بسیار زیبایی بود و من مبهوت شدم، ولی در عجبم چگونه فل بداهه همچین شعری سرودید. مطمئن هستید این شعر را از قبل آماده نکرده بودید؟ استاد فرمودن: اسم شما چیست؟ خانم گفت: اسمم غزال است و شیفته اشعار شما هستم. استاد مکسی کرد و گفت: امشب از دولت می دفع ملالی کردیم، این هم از عمر شبی بود که حالی کردیم. شهریارا غزلت خوانده غزالی زیبا، بد نشد با غزلی صید غزالی کردیم. غزال که میدونید اون آهوهای خوشگلیه که فکر کنم یه خالای سفید و سیاه دارن اگه اشتباه نکنم، اینجا بهشون میگن گزاله. که من بعضی وقتا میگم اینا وقتی به یه کسی که اسمش غزاله هست میگن گزاله، انگار که میگنش گوساله. یه دوستی داشتیم، فامیل دورمون هست حتی، این میخندید، توی بسپای هم کار میکرد، بهش میگفتم غزاله بهت اینا چی میگن؟ گو همشون به من میگن گوساله. در هر صورت ماشینهای خارجی دوستان اصلا خوب نیست، برید دنبال ماشینای ایرانی. دلیلش هم الان براتون میگم. فکر نکنید که سوربی دیوانه شده و داره تبلیغ ماشینای داخلی رو میکنه، اونم موقعی که اصلا پولی از این خودروسازان نگرفته. میگه ماشینهای خارجی اصلا خوب نیستن، چون آدم وقتی پشتش میشینه ممکنه خدا رو فراموش کنه، ولی توی ماشینهای ایرانی همش به یاد خدا هستی. مثلا خدا کنه آتیش نگیره، خدا کنه لاستیکش نترکه، خدا کنه چپ نکنم، خدا کنه ترمزش بگیره، خدا کنه نزنم به یه حیوان ماشین داغون بشه. کلن فضاش معنویه. وقتی میتونستم صحبت کنم گفتن گوش کن، وقتی میتونستم بازی کنم مرا کار کردن آموختن، وقتی کاری پیدا کردم ازدواج کردم، وقتی ازدواج کردم بچه ها آمدن، وقتی آنها را درک کردم مرا ترک کردن، وقتی یاد گرفتم چگونه زندگی کنم زندگی تمام شد. پیرمرد عاشق به زنش گفت: بیا یادی از گذشته های دور کنیم، من میرم تو کافه منتظرت و تو بیا سر قرار بشینیم و حرفای عاشقانه بزنیم. پیرزن قبول کرد. فردا پیرمرد به کافه رفت. 2 ساعت از قرار گذشت ولی پیرمرد نیامد. وقتی برگشت خونه دید پیرزن تو اتاق نشسته و گریه میکنه. ازش پرسید: چرا گریه میکنی؟ پیرزن اشکاشو پاک کرد و گفت: بابام نیزاش بیام. دوستانی که بابا هستین، سعی کنید با بچه هاتون دوست باشید، اونها را از خودتون نترسونید، از خودتون جدا نکنید. تو هر شهر و استان و ایالتی هستید، اگر اهل مشروب هستید از اونها سوال کنید که آیا شما میتونید به بچه هاتون مشروب بدید. بعضی جاها از 15-16 سالگی حتی به عنوان مراسم مذهبی شما میتونید تو رستوران هم برای پسرت برای دخترت اینقدر از شراب خودتو بهش بدید.
نذارید اینها از شما بترسن. این چیز احمقانه ای که آمریکا میگه اینها تا 21 سالگی نخورن، بعد شب 21 سالگی دوستاشون میبرنشون، دعوتشون میکنن بیرون، مشروب انقدر میخورن که تصادف میکنن و اونو میکشه و اینها، شما توی این دام نیفتید. من یکی از افتخاراتم اینه که با این بچه‌هایی که داشتم، یه دونه دختر یه دونه پسر، اولا یه زمانی من با پسرم کشتی میگرفتم توی مناسس، دوتامون اسممون این به سوربی، اینجا که ملت میگن آقا نمیشه که سوربی رو دوتا دوشک کشتی بگیره، بعد میگفتم بابا این سوربی پدره، این سوربی پسر. با دخترم همیشه بهش گفتم، به خانمم گفتم، خانمم باهاش صحبت کرد، اگر دوستی پیدا کردی از ما قایم کنی به ضررت میشه، از روز اول معرفی کن اینها. الحمدلله دوتاشون هم خوشبخت موفق، بزنم به تخته. دوستان عزیز، ساعت 2:59 است. اجازه بدید من یک دقیقه زودتر برم سراغ آقای افشارها که ما هم بعد بتونیم یک دقیقه زودتر هم بریم سراغ آقای ارشاد. این کامپیوترها مثلا من اینجا مینسته الان شد 3، مینسته 2:59، ممکنه مثلا مال شما نوشته باشه که 3 بعد از ظهر، یعنی یه دقیقه رو برای یه دقیقه دوستیتون رو با ما به هم نزنید. ببینیم که آقای افشارها هستن و اگر هستن بشینیم پای صحبتایشون، امیدوارم پاسخ دوستان رو هم بدن. آقای افشارها سلام. سلام آقا، شما خیلی آدم خوبی هستید، همیشه میرید میشینید پایین، اگه یکم لطف کنید بالاتر بشینید تصویر بهتری به ما میدید. الان بهتر شد؟ بله بله بله، همینجا داشته باشین تا من تصویرش رو حالا اگر یک کمی امروز حرکاتی هم کردیم دور از جونتون بلا دور باشه، کمی من کمردرد گرفتم از دیشب، نمیدونم جریان چیه، به هر حال با آقایی ببخشید. خواهش میکنم آقا، این بخشید. کمردرد عجب درد، کمردرد نیست. آها. از زیر به اصطلاح من فکرم نواحی آپاندیس میکشه تو کمر. آخ آخ آخ. آره تا حالا بعد از ظهر چیز کردم برم تا دکترم نشان بده. من ساکت میشم، میکروفون رو در اختیار شما میذارم. دوستان عزیز، با آقای دکتر کاظم افشارها هستیم از کانادا و برنامه پر پا یعنی پرسش و پاسخ را شروع میکنیم. آقا ممنون و متشکر. من امروز یه یادی هم کردم از شما که اون شیخ رو، شعر شیخ ما چه عجب رو خیلی قشنگ یه بار خوندید و بله امروز من یه تیکه کوتاه از آقای روحانی. شما کرامت داریم قربان، خیلی متشکرم. خب بفرمایید، ما در خدمتتون هستیم. زن به حضورتون با سلام و درود مشابه همیشه به بینندگان و شنوندگان عزیز و همزبانان گرامی، با تشکر از شما جناب آقای سربی برای ایجاد اصطلاح این امکاناتی که وجود دارد و میتونیم استفاده بکنیم. عرضم به حضورتون که من قرارمون همیشه بر این بود که بتونیم یک با شعری در واقع شروع بکنیم که به اون کلام آخر برسیم. خوشبختانه آخرین بند ترجیح بند هاتف اصفهانی امروز به عرض میرسونیم و بعد وارد مباحثمون میشیم. من به حضورتون که یار بی پرده از در و دیوار، در تجلیس یا اولن افسار، شم جویی و آفتاب بلند، روز بس روشن و تو در شب تار، گرز ظلمات خود رهی بینی، همه عالم مشارق الانبار، کوروش قائد و عصا طلبی، بهر این راه روشن و هموار، چشم بکشا به گلستان و ببین، جلوه آب صاف در گل و خار، زاب بیرنگ صد هزاران رنگ، لاله و گل نگر در این گلزار، خواب راه طلب نه و از عشق، بهر این راه توشهی بردار، شود آسان ز عشق کاری چند، که بود پیش عقل بس دشوار، یار گو بالقدب و بالآسال، یار جو بالعشی و الابکار، صد رهت لنترانی ارگوین، باز میدار دیده بر دیدار، تا به جایی رسی که می نرسد، های اوهام و دیده افکار، یار یابی بار یابی به محفلی، کنجا جبرئیل امین ندارد بار، این رهان زاد راه و آن منزل، مرد راهی اگر بیا و بیار،
بر نی مرد راه چون دیگران، یار میگوی و پشت سر میخار. خاطف ارباب معرفت که گهی مست خوانندشان و گه هشیار، از می و جام و مطرب و ساقی، از مغ و دیر و شاهد و زنار، قصد ایشان نهفته اسراریست که به ایما کنند گاه اظهار. پی بری گر به رازشان دانی، که به ایما کنند گاه اظهار، که یکی هست و هیچ نیست جزو، وحده لا اله الا هو. خاطف از شعرهای بسیار بسیار ارزشمند، غزلیات، رباعیات همه قسم داره. این ترجیح بندش رو من خوشحال هستم که هر پنج بندش رو موفق شدیم به عرض دوستان برسانیم. به هر حال مملو و مشهون از مطالب فلسفی و مطالب عرضم به حضورتون که منطقی هستش، که دوستان هم استماع کردند و هم نظاره می فرمند. عرضم به حضورتون جناب آقای سربی، داستان بعدی که ما در دو خط به استحضار دوستان برسونیم، داستانی است که از کتاب سعدی براتون عرض میکنم. یکی از صاحب دلان زورآزمایی را دید به هم برآمده و کف بر دماغ انداخته. گفت این را چه حالت است؟ گفتن فلانی دشنام دادش. گفت این فرومایه هزار من سنگ بر می‌دارد، طاقت سخنی بر نمی‌آرد. لاف سرپنجگی و دعوی مردی بگذار، عاجز نفس فرومایه چه مردی چه زنی. گرد از دست برایت دهنی شیرین کن، مردی آن نیست که مشتی بزنی بر دهنی. اگر خود بر درد پیشانی پیل، نمرد است آن که در وی مردمی نیست. بنی آدم سرشته است از خاک دارد، اگر خاکی نباشد آدمی نیست. این هم مثالی هست از تواضع منطقی و مسائلی که افراد بایستی در مراحل زندگی خودشون داشته باشند. و اما مسائل امروزمون، چندین تلفنی بود که دوستان به عنوان پرسشی و بعضن سوال ایرادگیرانه مطرح کردند. از ایران برای بار اول بود که یکی دو مورد داشتن و از استرالیا. اینها رو من به صورت عرضم به حضورتون که پاسخگویی بهشون وعده دادم که در توی برنامه، یعنی همین امروز هم توضیح مختصری، شاید مختصر شاید هم بیشتر از حد خودش، توضیح بدم برای روشن شدن مطلب. و روی تلفن هم توضیحاتی خدمتشون دادم که به وعده خودم عمل میکنم. و اولین پاسخو عرض کنم، جوابی که میخواهم بدم درباره این هستش که یکی از دوستان از من سوال کردن که انگیزه عدم آمادگی شما برای صحبت با کسانی که اینها عرض کنم معتقد به خالق یا خلاق عالم نیستند چیست؟ آیا جنبه مذهبی داره؟ رو به عرض دوستان برسونم، به هیچ وجه. به لحاظ اینی که بیشتر از اینی که من به فکر مسائل مذهبی باشم، در پی مطالب منطقی و عرض کنم که استدلالی هستم به مقتضای رشته های تحقیقی و مطالعاتی خودم. دوستان عزیز و جناب سربی و اون عزیزی که از بنده این سوال رو کردن، که مطمئنن دارن گوش میدن، من در این موردی که افرادی که معتقد به خالق هستی نیستند به خودم اجازه نمیدم وقتی از اونها بگیرم و وقت خودم رو صرف بکنم، مطلقا جنبه اعتقاد مذهبی نداره، جنبه خطی مشت عقلانی فردی خودم است. هر کسی برای هر موردی یک گیجی داره، یک عرضم به حضورتون که میزانی داره که بسنجه مطالب رو. من برای این که بخوام با کسی وارد صحبت بشم، در وهله اول و
فقط به این مسئله اساسی اشاره میکنم که آیا اعتقادی به ذات خالق به شکل خودشون در دین خودشون دارند یا خیر. چون آقای سربی اگر قرار بر این باشد که افراد جزمن از مسائل مذهبی خودشون تعقیب بکنن، بسیارن گروه های مذهبی که اینها ممنوع المعامله، ممنوع صحبت و اصلا نمیتونه انسان ارتباط پیدا بکنه. اگر بخوایم به نص صریح برویم و یا به تعابیر مذهبی توجه داشته باشیم، نصوص صحیح هستش در قرآن که حساب با بعضی از حتی ادیان هم میگه، عرضم به حضورتون که یا ایها الذین آمنوا لا تتبعوا اليهود و النصارى، در حالی که اونجا این لا لای نفی، لم نفی معبد نیست که تأکیدی باشه. من مسئله ای رو که ترهیز میکنم از گفتار برای همین هستش که درجه عقلانیت طرف رو من با این مطلب میسنجم که آیا واقعا اینها امکان داره که باشون وارد مذاکره و صحبت بشود انسان یا خیر. به این منظور هستش که من ابتداعا برای اعتقادشون سوال میکنم. جنبه مذهبی نداره. اگر کسی اقرار به این مسئله داشته باشه که عالم به این عرض کنم عظمت بنا باشد بدون خالق باشه، خب من به خودم اجازه نمیدم صرف وقتی بکنم، به دلیل اینکه یک مصنوع بلاسانه در کل عالم نمیتونن مثال برای ما بیارن. و همیشه هم من با دوستانی که معتقد به بی خدایی هستند که من باور ندارم ولی اعترافشو میکنن، میگم شما اگر یک مصنوع بلاسانه به من مثال زدین، من دومش رو که فرمایش شما باشه قبول میکنم. بنابراین ما با هم تنافر و تغییر بسیار زیادی داریم از نظر به اصطلاح نحوه اندیشه. این هستش که من اون پرهیز رو دارم. امیدوار هستم که برای همگان خصوصا دوست سوال کننده روشن شده باشد که مطلقا این مسئله مسئله مذهبی نیست، مسئله عقلانی و فلسفی است. اگر بنا به اصول مذهبی باشه، همونطور که عرض کردن، خیلی حتی مثلا زرتشتی که اینقدر ما دوست داریم، اینقدر محشوریم، اینقدر میبالیم، بعضا اینها از نظر به اصطلاح مذهب توحیدی اسلام اینها شرک جلیس و این در مجموع امکان نداره، چون اینها ثانوی هستن، معتقد به دو سرچشمه هستن، سرچشمه خیر که یا اهورمزدا باشه، سرچشمه شر که همان اهرمن باشه، و این خلاف توحید است. وقتی که این مسئله شد، این شرک جلیس، و بر شرک جلی عرضم به حضورتون که احکام کفر جاری است. ما بنابراین اصلا مباحث مذهبی مطرح نمی کنیم، بحثی فلسفی. مخلص تمام آقایان و خانم هایی هم که به هر حال به چیزی اعتقاد داشته باشن، به یک آفریدگار در هر مذهبی و مرامی و دینی، با اونها باب مذاکره داریم و افتخار هم می کنیم. ولی با آن دوستانی که عرض کردم اقرار بر این مسئله دارن، روی اون به اصطلاح میزان عقلی و فلسفی خودمون رو محروم از فیض و حضور شروع کنیم. این مسئله اولی بود که بنده میخواستم به عرض برسانم. و اما مسئله دوم، عرضم به حضورتون که درباره این شاه پرستان و دوربر این عرض کنم که آرزوی پهلوی گشتن و این سر و صدایی، نمیدونم آی سربی شما هم ملاحظه فرمودین تا کنون درباره این جریانی که الان بسیار زیاد به اصطلاح درباره این شاه و این صحبت ها دارن صحبت میکنن یا خیر، برخورد کردین در تلویزیون ها؟ والا ببخشید من اینو میگم، ایام بهار که میرسه یه حیوانایی هستن از زیر زمین میان بیرون، بعد به نظر میرسه که این دوستان طرفدار سلطنت هم در ایام زمستان در خواب ناز مثل خرس و حیوانات دیگه هستن. ایام بهار که میشه به این دلیل و به دلیل اینکه دور هم جمع بشن و مهمانی های 500 دلاری بذارن سر کلهشون پیدا میشه. بنده تصور میکنم حالا این همون حکایتی هستش که میگفتم پشت دیوار عرض کنم خر داغ میکردن، آقایون بوی کباب شنیدن. چون من بعدا نگاه میکنم واقعا یک افرادی یک صحبتایی میکنن، یک کمی به هر حال انسان بایستی عقل و معرفت و دانش رو هم فراراه خودش قرار بده. اگر قرار بود مردم به نظر ما
با اون ابرقدرت ها به نظر شما اینها را بپذیرن، چرا پدرش را اونطوری بکنن؟ اینا دارن بازی میدن آقا. افرادی که قدرت تجمیع 100 نفر رو ندارن، 200,000 دلار اگر قرار باشه اینها جمع بکنن، این قدرت رو در مجموعه تشکیلاتشون ندارن. با قول فرمایشتون وقتی تازه بخوام 50,000 تا 100,000 تا 80,000 تا جمع کنن، 2 سال جلوتر باید طراحی بکنن، یه رستورانی رو بگیرن، بشقاب قلو فروشی 500 دلار 300 دلار، تازه اونم در آخر شب باید 20,000 دلار رو بدن به اون رستوران، 10,000 تا آقا بذاره تو جیبش، میگه خدا برکت بده. این قدرت تجمیع مالیشونه. در حالی که جناب آقای سربی، من اینو مکررن خودم دیدم، اصلا ساپورت شدم، به هر حال آماده شدم برای صحبت، برای همین مسائل رو که به عرض دوستان برسونم که آقا من در همون سال 58 در اردیبهشت ماه، زمانی که ما در ابوظبی بودیم، شاید آقای سربی باور بفرمین به 2 ماه نکشید خود مردم اونجا، بازاری های ایرانی اونجا حدود 7 میلیون درهم پول آوردن اونجا به این آقای، عرضم به حضورتون که یک عاشق رضای برغی بود که ایشون رو به عنوان نماینده آقا معرفی کرده بودن اونجا. ایشون پول برداشت، گفت چه بکنیم اینجا، این صحبت های عتی که بودن، گفتن آقا ببریم به خود قم، بردن اونجا. وقت دیدیم بعد 5 روز ایشون برگشت، گفتیم آقا چی شد؟ گفت بردم آقا، گرفتن، یعنی دست گرفتن، گفتن الواصل رسید و دوباره به ایشون داده بودن، گفته بودن برگردیم ببریم به همون، عرض کنم که ابوظبی و توی دبی، به خانواده های ایرانی که اینها کولر ندارن، قالی ندارن، تلویزیون ندارن، هزینه اونها بکنیم. آقا یک کمی اندیشه کنین در این موارد. شما 200,000 دلار نمیتونین جمع بکنین، اقرار کنین به این مسئله. 10,000 دلار من خاطرم هست یک وقتی در یک مجمع سیاسی یک جایی بهشون داده بود، خدا گواه آقای سربی، گوش کندن، گوش یعنی واقعا به طور فیزیکلی پریدن به هم، گوش کندن، 10,000 دلار. این جماعتی که نه قدرت تجمیع دارن، نه تجمیع انسانی، یعنی اگه بخوام 500 نفر جمع کنم نمیتونن اصلا، نه قدرت تجمیع مالی و پولی دارن، نه یک اندیشه فرار راه خودشون دارن، اینا همش من میبینم نشستن تو این تلویزیون ها، هی عرضم به حضورتون قربون صدقه هم میشن و در نهایت هم به نوک حرم خیالی خودشون چسبیدن که این آغازه گل باشه. حالا یک وقتی یک خواتینی هستن، اینها سابقه عرض کنم رقاصی دارن، سابقه هنرپیشگی و مطربی دارن، اینها دارن قربان صدقه میشن، خب به اینها حرجی نیست، به اینا به 1100 دلیل ایرادی وارد نیست. اما آینی که شما به هر حال آگاهی دارین، مدعی هستین، جنبه های سیاسی دارین، چه جایگاهی میتونه این بابا داشته باشه؟ این بسیار برای من دردآور هست که اینهایی که خودشون رو واقعا عرض کنم سیاست پیشه یا مفسر، از این اسامی مسخره که عرض کنم که همون استعمار آموزشی به اینها بخشیده مطرح میکنن خودشونه. آقا شما میتوانید یک حکومتی را اگر عمرش به سر آمد مردم خواستن ساقط شده ببینید، اما شما نمیتوانید ذهنیت مردم را از دینشون و از اعتقاداتشون به نظر ما و به نظر خودتون از خرافاتشون دست بیرون بیارید. آقای بدونم میکی و تنخواه بنده خدای از کنم گرفتار، اون همکارانش تلی ساولاس، آبرهامیان، نمیدونم آقای همایون، اعتقاد مردم رو شما که نه، خیلی خیلی قطورتر از شما در طول تاریخ نتونستن. آقا تاریخ رو بخونید شما، زمان قرمطیان اون بوسهل زوزنی میگه من انگشت در آغول به قول ما مشهدی ها در لانه زنبور میکنن تا قرمطی پیدا کنن سر ببرن. داستان حسنه که وزیر رو بخونید، خیلی از شماها قوی تر، خیلی از شماها پربارتر. ذهنیت مردم، خواسته مردم، دین مردم، اعتقاد مردم رو به قدر یک اپسیلون نمیتونید تغییر بدید. حکومت ها هم اگر یک زمانی ارزم به حضورتون دوچار خطایی شدن یا به هر دلیل خواستن بروند یا بیاین، اون دیگه مسئله دیگری است و با اونها کاری نداریم.
اما این اندازه با اعتقاد عمومی مردم، فراگیر مردم، حتی در همین جا آقای سربی من نمیدونم چرا راه دور میره باور به فرما گاه یک جلساتی میگذاریم که یک نیازی ارزم به حضورتون برای تشکیلات فلسفی معنوی منطقی ارز کنم اعتقادی خودمون داریم، اونجا میگذاریم آقا هر کس میاد داره 50 دلار بندازه، خدا شاهده میبینین در آخر شب 2000، 3000، 5000 بسته به تعداد آدمی که میاد اونجا ریختن، نه معلومه کی داده کی نداده. آقا من میبینم اینا کاسه معذرت میخوام گداییشونو پن میکنه، میگن حتی شده 1 دلار. با این ضعف تجمیعی، با این ضعفی که واقعا شما در جمع کردن انسان و پول و هماهنگی 37 سال شما دارین صحبت میکنید که آقا بین متحد بشیم اتحاد بشیم، از دم در میرن بیرون همه باید با هم شقه میشن، این پشت سر اون پشت سر این، نمیتونن اتحاد کنن، نمیتونن پول جمع کنن، نمیتونن جمعیت جمع کنن، اما این تلویزیون ها تا دلت بخواد گرفتن نشستن. ای اوسنه حسین کرد شبستری سرهم میکنم و من این علتشو نفهمیدم. بروید آقا به دنبال کار مثبتتری بگردید، به نحوی باشد که به هر حال بدانید نمیخوان مردم، اگر کسی پسر شاه بود معنیش نیست که بشه این بچه های حسن خان قاجار، تا 5 سال قبل من با یکی از اون دختره اون به اصطلاح صحبت میکردیم که تو که خیلی هم مسن بود وی حرفا، فوت شد سال 2011 دختر به اصطلاح اون میرزا حسن خان برادر احمد شاه، اگر قرار بشه بچه شاه باشه که بابا ماشاءالله خانواده های قاجار که همشون مزرعه بچه سازی داشتن خیلی ازشون قشنگتر انگلیسی صحبت کنن، فرانسه صحبت کنن، مثل تونی بلر حرف میزنن، عدبت انگلیسیشون مادرزادی شده. این مسائل کهنه شده، بذارید کنار، فکر و اندیشه مناسب تری بکنین، بیعت کنین با مردمتون در همین بر دنیا، راهی بسازید که به قول برنامه قشنگی که الان خودتون نشون دادید آقای سربی، یک نانوا میتواند واقعا اسطوره بشود برای همه شما گویندگانی که اینجا نشستید و دارید حسینی حسینی کرد شبستری برای مردم نقل میکنید و سر خودتون رو برمیکنید. چون اینکه از دوستان من از من سوال کرده بود که آقا این جریان اینها چی هست، دیدم که در این باله هم لازم هست توضیحی بدهم که هیچ در عرض کنم هاون باد زعفران میکوبن یا در توی هاون آب میکوین و سر خودشون رو برمیکنند و عرضم به حضورتون که زمان میگذرونن تا باز ببینن چه خواهد شد. هر حال اگر هم میبینید که این آقایان میگوین ما ال هستیم و ما اینطور هستیم و ما خیلی دموکرات هستیم و از آن صدرشان بگیرید آقا رضای گل گلابی، عرض کنم بچه 57 ساله، از ایشون بگیرید تا این دیگران، اینها همه مشتتون برای مردم باز شده است. به اندازه یک پر کاه شما صداقت در گفتار ندارید. مردم خوب می دانند این مسئله رو کامل آگاه هستند که حاکمان خود به وقت معزولی همه شبلی و بایزید بودند، چون به قدرت رسند بار دیگر بدتر از شم را از یزید بودند. این آقا مردم کوچه و بازار می شناسند. شما آب غرب خورده ها، شما به 1000 جا خود را فروخته ها، جایی در ذهن افراد ندارید. ایران که پیش خود که بیگانه هستید، حتی در بین ایرانی های همین طرف هم خودتان میدانید جایگاهی ندارید. به هر حال همونطوری که در هفته گذشته عرض کردم، خجالت یک ارزشه و این ارزش رو پاس بدارید آقا و خجالت بکشید، دنبال کارهای مثبت بگردید. این هم درباره این مسئله عرضم به حضورتون که شاه و شاهبازی و این مسائلی که اینها فعلا یک کمی باز گرمش کردن تنورش، نمیدونم علتش چی هست. بله، مسئله سومی که میخواستم عرض بکنم در این باره، در مورد مخالفت بادانی که از دوستان از ایران سوال کردن که فلان این شما میگید این استعمار آموزش و آموزش این جریان چی، یعنی دبیرستان نباشه، یعنی دانشگاه نباشه. اینو من در یکی از اون مسائل قبلی توضیح دادم در یکی از برنامه های قبلی که خیر، بنده تمام این مسئله رو که اصلا به صورت یک کتاب و یه بحث آکادمیک هست آقای سربی، اینو نمیخوام به هر حال به صورت یک سلسله گفتاری
در تلویزیون مطرح بکنم و به سرعت کتابش به چاپ خواهد رسید. این مطلب و ادعای ما بر این محور میچرخه که این به اصطلاح تسلط شیطانی دولت ها باید برداشته بشه. چرا همه چیز رو اینا دنبال پرایویتیزیشن و آزادگردانیش میچرخن، آموزش را نمی کنن؟ این سوالیست که من انتظار دارم دوستان روش اندیشه کنن، لااقل بنده رو راهنمایی بفرماین چه دلیلی داره. مثلا دولت چه گلی به سر مردم میزنه که بخواد بگه آقا تا سطح دیپلم، یا به قول خبر جدیدی که شما دادید آقای سربی، آقا بگوید اگر رئیس جمهورش تا سطح لیسانس بخواد. این چه اندیشه ایست؟ چه رمز و راز شیطانی در این موضوع خوابیده که شما تلاش دارید دولت ها که حتما این عرض کنم مسئله آموزش رو در اختیار خودتون و در تسلط خودتون نگه دارید؟ چند نیشه یه این مسئله؟ ما این رو داریم واکاوی میکنیم، این رو داریم بررسی میکنیم. بزرگترین شیطنت و خیانت دولت ها برای ایفا مقاصد شوم خودشون در همین تسلط شیطانی بر نظام آموزشی است. اگر نه کسی نمیتونه جلوی علم رو بگیره، اصلا یه حرف بیربطیست کسی میخواد این صحبت رو بکنه. به همین دلیل است که توی 100 ساله اخیر جامعه بشری نتونسته مسئله درست بکنه که 1000 سال دیگر به این مسائل این دوره بنازن. آقا در 1000 سال 900 سال قبل کلیسای نوتردام دو پاری رو ساختن، هنوز که هنوز هستش باعث تعجب و به حساب جاذبه توریستی برای پاریس و خیلی چیزهای دیگر. 10 دقیقه فقط آقای سربی وقت صرف بفرمین اندیشه کنیم که واقعا بابا داره این رو بگه راست میگه. این اگر 400 سال 500 سال دیگه باشه، تو این 100 سال اخیر ما چی درست کردیم؟ از این ور یک چیز پلاستیکی درست میکنن، در زمین دادنش تو میگن دموده شد. پیشبرد تکنولوژی رو منکر نمیشویم، اما اینها ماندگاری نداره. این پیشرفت اتوماتیکلی علمه. هیچی تو این 80 سال 100 ساله اخیر من وقتی فکر میکنم اینم بشر نساخته که 500 سال دیگه بگن آقا این یادگار اون زمانه. تا میگن رفتن به فضا، آقا برم به فضا، برم ملت زمینی چه کردن، چه میتوانن در اینجا ببینه. اون داستان اینها داستان اون عرضم بودتون که مثال معروف کتاب حضرت سعدی است که میفرماد منجم داشت اون بالا پشت بام نگاه میکرد، کسی با عیالش جمع شده بود. شاعر اون طرف صاحب دلی گفت و ندانی که در سرای اکیس، بابا چه میدانی در آسمانها چیست. مردم زمین دنیا رو در بر داشته باشین، در نظر داشته باشید، آسمانها پیشکش. نهایتا منظور بنده در این بود که این مسئله که ایشون سوال فرمودن که آیا ما با نظام آموزش یا با علم، مثلا این که خیلی خیلی مطلب تعجب آوری است که از این اندیشه رو بکنه. خیر، ما با تسلط دولت ها و این سیطره شیطانیشون بر نظم و نظام آموزشی مخالفت شدید داریم و به صورت طرح آماده است و از نظر منطقی فلسفی کتاب شده است و این بعد در دسترس همه قرار خواهد گرفت و قبول خواهد. ما منتظر میمانیم که جواب مثبتی دریافت کنیم آقا چرا ما در اشتباهیم، و اگر ما در اشتباه نیست و درست میگوییم، چرا استقبال لازمه از طرف کلیه اقشار و مردم و فلک اختگان در دنبال این بحث پیگیری نمیشود. این هم بحثی بود که در مورد اون عزیزی که سوال فرمودن، امیدوار هستیم کاملا رفع شبهه شده باشه و بدانن که نخیر، دبیرستان و دبیرستان و دانشگاه همان گونه که از هزاران سال قبل نظامیه بغداد و ارزم به حضورتون خیلی جاهای دیگر آکادمی افلاطون این حرفا بوده است و این عرض کنم تخم دو زرده این نیست که غرب تو این 100 سال 200 ساله اخیر کرده باشه. کل هنر غرب پاپسازی بود که اینقدر فاجعه بار است که حاضر نیستم حتی اسمش رو ببرم. فجعه داد به آموزش، به معلومات، به بشریت،
هر کسی هم که در گوشه خانه و در گوشه عرض کنم که کلیسا و در گوشه تنهایی خودش دانشمند شد، فوراً دانشگاه ها جذبش کردن برای این که پای خودشون خط کنن. اگر نه دانشگاه جز فارغ التحصیلانی قابساز، قابدار و ایست و ایسمدار و مجددن نشخار اطلاعاتی که جسته و گریخته در اونجاها بعضن به گوش خورده کار دیگری نتونسته بکنه. این بحث به اصطلاح آموزشیمون تا بگذاریم تا وقتی دیگر. و اما آقای سربی عزیز، بحث بعدی که الان مورد نظر من هست بحث انتخابات. حضرت عالی هم این جلوتر اشاره فرمودین و خانمی بودن که خانم نزهت یحیی‌زاده، نخیر خانمی که مقاله خانم شایسته الهامی، بله خانم الهامی، برای انتخابات درست فرموده. یک چیز کاملا واضحی هست، من هم در هفته قبل عرض کردم اگر اینا کامپلیکیتدش کردن، خیلی مبهمش کردن که مردم نفهمن، دقیقا به همین دلیل است که هر غلطی که میخوان بکنن که میکنند. گفت همه جا حرف انتخابات است، آن که سرچشمه بلیات است، مردمان را به جنب و جوش آرند، خواه و ناخواه در خروش آرند. گرم گردد بساط میهمانی، ماها زرزر و سخنرانی، کاندیدایی که بوده در انبار، بگذارند کم کمک سر کار. پرده از رخ عیان کند سر زور، گشته بر پا بساط عیش و سرور. خدا رحمت کنه مرحوم صحبارو. خانم ها آقایان، ما جمع دیگری تنها جمع و فردی نیستیم که میگوییم این بامبول های غربی رو فریب به هشون رو نخورید. از افلاطون و ارسطو واضعین اولیه، تر کنندگان اولیه سیستم دموکراسی بگیریم که ترس آنها از پیچک دموکراسی بود که به تنه دموکراسی به سرعت می افتد که افتاده است، بگیرید تا الهه خار که این حقیر فقیر سراپا تقصیر هم یکی از آن کسانی است که معتقد است دموکراسی نیست. اینها شیادی است، اینها واقعا مافیا بازی بسیار بسیار پیچیده است که البته مردم را هم سرگرم میکنه با این کارها، درست مشابه همون حقوق بشری که اینها بیانش میکنن. آی سربی، در این مورد من دلم میخواد واقعا حضرت عالی منو بیدارم کنید اگر اشتباه میکنم، یا به قول خودمون بحث چالشی داشته باشید. شما میدونید که این مسئله حقوق بشر در سال 1948، 3 سال بعد از مرگ روزولت و تقریبا خاتمه جنگ دوم، این عرض کنم خانم بیوه گرفتار، عرض کنم ناراحت از نظر روحی و همه چی رو، آمدم گفتن آقا شما تشریف بیاری. یک آقای دیگه هم ایشون باز از کانادا گرفت به نام جان فریزر، حالا دقیقا اسمش یادم نمیاد، حالا و یک نفری هم در داخل پاریس. این دوتا خانم و آقا از نورت آمریکا حرکت کردن رفتن در اونجا با اون آقای راسی رانکیک، به هر حال نشستن 3 نفره. این رنکاسین بود به نظرم، آره رنکاسین لویر بود در توی پاریس، این جان هنفری هم معلم آموزگار حقوق بود در توی کانادا. اینها رفتن در آنجا نشستن، یک درافت، یک طرحی، یک مسائلی نوشتن تحت عنوان حقوق بشر. امریکا آقا جمعاً 300 سال اومد تو کار. ما نمیگوییم نمیدونم چی کوروش داشتیم، نمیگوییم عرض کنم نص صریح قرآن داریم که همه رو عرض کنم که نفس واحده تمام بشر رو میگه نفس واحده یکسان آفرینی. نمیگویم ما داریم که میگه خلق الانسان، هار انسان اصلا آزاد خلق شده. شما چه حقوقی میخواید برای بشر تعیین کنی که بعد هم این رو به صورت یک عرض کنم که چماق بین المللی در بیارین، همون کشورهای مسخر کننده جهان 3-4 نفری که عرض کنم سازمان دول رو بنیاد کردن به همین منظور که پولش از کشورهای دیگه بگیرن،
مسببات خودشون رو حقنه بکنن بر دنیا. این جریان حقوق بشر، من گفتم این در پاسخ اون سوالی که گفتم فلان شما حقوق بشر، اینا گفتم آقا اینا اصلا خنده‌داره، مسخره است این مسائل. چه کسی اومده نشسته حقوق بشر برای بشر درست کرده؟ چه عرضم به حضورتون، شما نیابتی، چه صلابتی، چه علم و معلوماتی، چه کمالاتی داشتین که شما به این حقوق بشر درست کنین برای بشریت؟ بشر آزاده خلق شده، آزاده تربیت بایستی بشود، حد و مرزش را هم از خانواده بگیرید تا شهر بگیرید تا اعتقادات اخلاقیشون بگیرید تا مملکتشون بگیرید تعیین میکنن. در اون محدوده رشد میکنه، زندگی میکنه، خدمت میکنه، خدمت دیگران رو بهره‌وری میکنه برای خودش، بعد از 30 سال 60 سال 100 سال هم خیلی قشنگ فوت میکنه میره پی کارش. شما کی هستین که اومدین حقوق بشر درست کردین و حالا هم اعتقاد دارین که سلوهه حرفاتون رو بذارین با رعایت حقوق بشر؟ خاک عالم بر سر اون جماعتی که بیان بگن آقا ما میخوایم یک کاری بکنیم که حقوق بشر درست کنیم، اعمال کنیم. لیبی رو دیدیم چه حقوق بشری بردی، سوریه رو دیدیم چه حقوق بشری دارین میبرید. من فقط آقای سربی استدعام از همزبانان و همفکران عزیز این هست که فریب این مسائل رو توتیوار نخوریم، یه اندیشه هم بکنیم و این مخالفت و این عیبگیری و عیبجویی معقول و منطقی رو به زبان بیاریم. حالا گفت واقعا ما مونده بودیم در اصل این موضوع، حالا باز یک چیز تازه علم شده به نام گروه حقوق بشری. هر دروغی، هر عذر میخوام رذالت و شیطنتی رو بر علیه هر شخص یا هر کشور یا هر حکومتی میخوان بگوین و مأخذ و منشأی براش نمیگیرن، فوراً یک حقوق بشری میارن. گروه حقوق بشری که آخر 400 هزار تا اینجا کشته شدن، گروه حقوق، و من عیب نداره اون کشورها و دولتها حقشونه برای که اعمال قدرت خودشون رو بکنن، برای که فریب بدن مردمان رو، اونا حق دارن استفاده کنن چون از لا ثلاثه شیطانن، بحثی نداره. ما انتظاری از اونها نداریم، رفاقت رو عرض کنم که روحانیت و شرافت که ما از این عرض کنم شیاطین عالم نمی طلبیم که، ولی از مردم این انتظار رو داریم که چه مدافعی شما از حقوق بشر داریم. روشن کنید آقا، یک ره گذر کنار خیابون شما سوال نمی کنه. من دارم توضیحی میخوام از دوستان که یکی بیاد بگه آقا حقوق بشر به این دلیل زیبندگی داره که ما در سلوه کارامون قرار بدیم. اصلا اینطور نیست. خاطرتون باشه، تصور نکنید ما مخالف موج حرکت میکنیم. زمانی که گالیله آمد و در توی اون کلیسا پاشو کوبید گفت آی زمین تو میگردی، ولی چون میگن آتشت میزنیم اصحاب کلیسا، آره ای زمین تو نمیچرخی. مخالفت با یک رأی فراگیر رو عرض کنم که فریب همگانی رو شما نگذارید پای این که به خلاف موج حرکت میشه، ابدا اینطور نیست. خواهش میکنم همونطوری که مکرر گفتم، ای برادر تو همه اندیشه ای، ما باقی خود را سخان ریشه ای، اندیشه کنیم روی مسائل. حقوق بشر کدومه؟ بشر حقوق طبیعی دارد، حقوق عقلانی دارد. چه نیاز داره که الینور روزولت و نمیدونم همفری و چنفری برن بشن حقوق بشر بنویسن؟ اونها هم نوشتن that is okay. شما چرا اینقدر دفاع میکنید که بماند حالا هر چهار نفر هم دور هم جمع شد ستانه گروه حقوق بشری اینو بیا درست کن؟ من از دوستان استدعا میکنم روی این مسائل اندیشه داشته باشن، و اگر من الان اینها رو مطرح میکنم چون مورد سوال واقع میشن که آقا شما نظرت درباره این حقوق بشر چیه، واقعا میگم خدا لعنت کنه اون کسی که این لفظ غلط رو در اذهان گذاشت. خود این یعنی محدود کردن، تهدید هگمونی حقوق بشر. بشر حقوق داره آقا، تا سالم داره کار میکنی، زندگی میکنی، رفت آمد میکنی. فرض کنید آقای سربی من بگم آقا من حقوق بشر نمیخوام، چی از من خواهند گرفت اینا؟ چی میتونن بگیرن از من؟
اصلا ما در این شعار وقتی که خودمون 5 نفر آدم اینجا میشیم با هم دیگه عرض کنم صحبتی داشته باشیم، میگیم آقا من دین نبی خواهیم، ما آزادی نمیخواهیم. خب حالا بیاین آزادی رو از من بگیریم، آزادی رو بخواییم بگیریم، چه میخواییم بکنیم؟ یعنی چی؟ نمیتونم راه برم، نمیتونم حرفم بزنم، البته عربده نمیتونم بکشم، چی طبیعیه، فضولی به کار غیر نمیتونم بکنم، توی بان در اینجا یک جایی یه نرمه کلامتون بلندتر میشه، میگن چرا شما داری داد میکشی، کلام دوم پلیس صدا میزنن، تموم شده رفت. چرا؟ برای که داری فضولی میکنی، از ساحت خودت تجاوز میکنی. حقوق بشر کدوم؟ آقا به نظر بنده اگر بشر در تعالی اخلاقی کرامت انسانی خودش از سطح خانواده در نظر خانواده رو متلاشی کرده، تمام اصول اولیه زندگی مردم و روابط بین فرزند و پدر و مادر رو به هم ریختن، میخوان حقوق بشر به ما یاد بدن. این هم یک عرض حضورتون که مسئله ای بود که مورد سوال دوستان بود از بنده، و برای من هم این یک پازل اصلا سر در نمیارم جز لعنت کردن بر اینها. ذات نایافته از هستی بخش کی تواند که کند هستی بخش؟ خود اونها تا منحرینشون در بیقانونی و در جهالت ارواح شریفه انسانی غرق بودن، اومدن برای ما نشستن حقوق بشر بریزن. بعد هم نمیدونم والا میگن ما این کار نکردیم، به قول حضرت مولانا به سر مناره اشتر رود و فغان برارد که نهان شدم من اینجا، نکنید آشکارم. خودتون مشت خودتونه باز میکنید، خودتون آبروی خودتونه میبرید. کدام حقوق بشر؟ یک موردشو نشان بدین، فقط روی کاغذ، فقط برای اینکه چماق بزنید بر سر کشورها، بر سر مردمان، بر سر این اون بگین حقوق بشر وجود نداره. چه مقامی هستین که این مسئله رو بگین؟ حالا چهار تا توپی تفنگی نمیدونم زوری فعلا در اختیارتون هست و اینقدر به قول آقای سربی واقعا یابو براتون نداره خیالتون برسه، نمیدونم یه خط و خبری از نظر کمالات انسانی، حقوق انسانی، فضیلت و کرامت انسانی به گرد بدترین کشورهای شرق شما نمیرسید. غربی ها بدانید این رو، خودتان در منجلاب و گرفتاری غرقید. لازم نیست حقوق بشر برای دیگران تعیین بکنید. ما از حقوق طبیعی خود بهره‌مندیم، نه به کسی زور خواهیم گفت، نه زور کسی را خواهیم پذیرفت. اگر کسی هم خواست زور بگه دستامون میره بالا، بگیم حق با شماست، مع السلام، تمام شد رفت. این هم در این مورد بود که لازم بود بنده ارزم حضورتون که صحبت بکنم و جوابی باشد بر سوالاتی که دوستان تا این مدت گفته بودن. انتظار دارم جناب آقای سربی که حضرت عالی هم حالا یک سوال، یک مسئله، مطلبی مطرح بفرمایید تا بنده در این مورد عرض پاسخ بکنم. بسیار ممنونم از شما. اجازه بدید ما به دوستان اعلام کنیم که اگر مایل هستن به شما ایمیل بزنن. ایمیل شما هست info@kaveacademy.com. اگه مایل هستن تماس تلفنی داشته باشن، شما تلفنتون هست 905 737 51 58. شما دو سه تا موضوع رو گفتید، یکی این بچه 57 ساله، فکر کنم آقای رضا پهلوی 55 سالش باشه، ولی مهم نیست. حالا مهم نیست. اون کلمه خیلی درسته. دیروز یه نفر اینجا به من زنگ زد، آقای سربی شما چه دشمنی دارید با آقای رضا پهلوی که میگید این شاه نشه؟ گفتم قربان شما الان یه کاغذ بیارید من بنویسم این شاه بشه، مگر دست منه؟ گفت نه. گفتم حالا من یه سوالی از شما میکنم، شما به من پاسخ بده. بله. اگر شما امروز به پسرتون بگید بابا تو انقدر خوبی که من میخوام دیگه از امروز هیچ کاری انجام ندی، بری بشینی تو اون اتاق و ما تو رو مثل یک مجسمه، مثل یک سمبل فقط بهت احترام بذاریم، آیا همسر شما نمیگه که این پسر من بعد از یک هفته پاهاش خشک میشه، بعد از یک هفته اون چیزایی که بلده اگه کار نکنه یادش میره، بعد تو چه ساختی از این موجود؟ این پسر ما برای خودش انسانی بود، کاری میکرد، بیرون میرفت، با مردم میومد، نظر میداد، درست میکرد، خراب میشد، درست میکرد.
تو چه از این یه موجود منفعل چی میگن بی خودی ساختی که هیچ کاری ازش نمیاد؟ هرز. هرز بله، یه موجود هرز ساختی. ایشون خندید، گفتم خب این موقعی که شما میگی من به پادشاهی پارلمانی و مشروطه باور دارم، مگر اینکه شما میخوای دروغ بگی و دنبال این میگردی که دوباره یک رضا قلدری درست کنی و یک محمد رضا پهلوی درست کنی که بگه هیچ کس نیست به جز من. جناب سرکوز میخواد فرمایشتون رو میگیرم، این بابا مدعی بود که کل هنرش که بیار آنچه داریز مردی و زور رانندگی هواپیما بوده، خلبانیش بوده. بله. آقا به خلبانی ایشون رو راه ندادن. خودش میگه یا من شنیدم که مثلا زمان جنگ گفته بوده اجازه بدیم بیام، اینو گفتم برو بابا بازی تو بکن. به کار حرفه‌ای خودت مردم نپذیرفتن. شما حالا میخوای بری سلطنت کنین، میخوای برین رهبری بکنین، اینجا یک محدوده 3000 نفره تجمیع بکنین، اجتماع درست کنین، 1,000,000 دلار یک سرمایه برای همین اسباب بازیه که درست کردیم به نام همبستگی و اتاق چی و اتاق چی حرفا درست کردیم پول در بیارین، بعد به شما که ما برای 100,000 دلار پول جمع کنین میایم به تورنتو و ایبر و اوبر به قول شما میرین رستوران و عرضم به حضورتون که با رقباسی و نمیدونم تنبک زدن و این حرفا 50,000 تا هم نمیتونین جمع کنین. چه جاذبه ای شماها دارین که میخواین این کارا رو انجام بدین؟ من تمام سوالم آقای سربی در همینه که اینا مگر از مینیموم و از حد اقل مشعر معمولی اینا برخوردار نیستن؟ شور ندارن دیگه، اگه داشته باش که یه حرفا نمیزن. آقا مان آقا جون بیا بررسی کن چه جاذبه ای دارن، چه علتی داره. حالا یک کشوری یک کس یک جاسوس یک ماسی زیر گوشت گفتم ممکنه اینجور، بابا دست بردارین. مردم ایران الان از نظر صحبت انگلیسی فرانسوی که شما جوان رو آقای سروی من اینا رو دیدم ببینین خودمون خجالت میکشیم از شما 30 سال مونده های اینجا به مراتب فصیح‌تر زیباتر و ماهرانه‌تر صحبت انگلیسی میکنن. بیدارن جوان ها، در اداراتشون نگاه میکنین هزاران نفر جوان شیک دارن کار میکنن، ساعت 12 شده نشده گفته نگفته میدون میرن به نماز خوندن. شما با کدوم مملکت با کدوم زمینه با چه جماعتی میخواین در بیفتین؟ 30 سال آمده اینجا در عش و عشرت غرقین، هی تو همون خیالات و ماخولیات های قدیم خودتون پردین و گرفتاری که هنوز فکر میکنین نمیدونن برید و عشرت کده درست کنید و ال کنید و فل کنید و از این صحبت ها. من از اون به اصطلاح آقا هم هیچ گونه آقا بهش بگیم دیگه، بله آرزای دیگه گله‌ای نداریم. من از این شیپورچی‌هاش تعجب میکنم. آقای سربی در این باب منو کمک بدین. آقای همایون رو میبینی نمیدونم آقای نمیدونم گفتم حالا به خواهد به اون خانم اصلا کاری نداره، حالا این نداره اینو حالا کارشونو باید بگذاریم حالا دلائلشو، ولی یک آقای مثل نمیدونم همایون نگه آقای مثل کاردان نگه آقای مثل دیگر آقا مگه شما مشعر ندارین از من؟ نه اونا هیچی نیست به غیر از پول، اونا هیچی نیست به غیر از پول یا درآمد. کجاست آقا اینا؟ نه. خودشون من میگم 10,000 تا آقای سربی باور کنن نمیخوام بیشتر مشخصه بدن. رسیده بود گوش کندن آقا، یعنی گاز گرفت طرف دیگه گوش یارو نصفش کند. ولی 10,000 دلار کدوم پول؟ اگر باز اقلن میخواست این ممر درآمدی باشه میگفتم خب بابا اهلان و سهلن ای بلا ای کاسیبیه دیگه، این هم یک نوع کاسیبی برای اینا تموم شد. نه اونم نیست، اینا فقط و فقط به نظر بنده به اصطلاح یک کلیکای شده در ذهن اینا، وعده ای بعیدی صحبتی حرفی همونطور که شما فرمودین که بهار رسید است اونطور، و بنده هم عرض کردن که در پشت دیوار چیز دیگه دارن میسوزن، اینا بوی کباب شنیدن. بسیار جای تأسف، من نمیفهمم واقعا چرا اینجوره. و بیاموز احسان تبری بودش، احسان نراقی اینا در جلسه بود، از اینطور افراد پیشبینی میکردن میگفتن اینجور جماعات چه جماعاتی هستن. بل کنین آقا دیگه به کار قشنگتون برسین، ارزم حضورتون که این حرفا رو ندنین، قدر و منزلت خودتون رو بیارین پایین. همین مجموعه سوالاتی که در ظرف این هفته بود به عرضتون رسوندم.
امیدوار هستم روشنگری کرده باشن درباره توضیحات قبلی خودم که شاید برای بعضی ها ناروشن بوده باشه. از کلم که و ضمناً آقای سربی عزیز، شما دو مورد اینجا فرمودید که کاوه اکادمی در اینفو ات کاوه اکادمی دات کام، اینها جدا نیست ها، کاوه اکادمی یک. بله. این یک. دومی که در مورد فیسبوک مجدد توضیح میدم، شاید فیسبوک هم داشته باشد. بله. آقای خانم ها، این فیسبوک من برحال دوستان دانش آموزی که قبلها بودند و حالا ماشاءالله خودهاشون خیلی خیلی سالارن در اینطور کارا گاهی میان کنن، اینا برای من درست میکنن، مثلا اگه این شد فیسبوک، این شد این شد، من بلد نیستم استفاده کنم، هم بلد نیستم هم میل ندارم که بلد بشم. منظورم اینه، یک عرض کنم که تلفن هست راه ارتباطی ما که بسیار مهمه، کسی نخواد هزینه شو بده ممکنه زنگ بزنه بعد من بگیرم، و یا ایمیل. فیسبوک و اینها ممکنه، خب اینا چک کنم ببینم فیسبوک هست، یک وقت هم باز خودم اون دانش آموزم یعنی کلیک میکنم اینا بابا مثلا 1000 تا ممکنه اینجا نوشتن اکسپت کن فلان کن، ما اصلا فقط خوب یاد دارم دلیت کنم. نهایتاً اینم توضیح بر فرمایش حضرت عالی که دیدم اونجا در آخر جلستون فرمودین. من فیسبوک راه دستیابی خودم نداره، ولی ممکنه وجود داشته باشه. بله. آقای افشارها، این شماره تلفنی که دارید دوستان میتونن تکس هم بفرستن یا شما با تکس هم نمیخواین؟ میخواین فقط پیغام؟ تکس هم نمیخوام آقا. تکس اینا نظر اینطوری نگاه کردن و خیره شدن و اینا نه. بعدم آقای ارزم بودتون سربی، خود این مسئله ارز کنم صوت به صوت، وجه به وجه، نامه نوشتن، من باور نمیفهمین الان هنوز که هنوز به عزیزانی که چی دارم نامه دستی و خط می نویسن. بله، اصلا ضرب المثل داریم که میگن بوسه که پیغام نمیشه. یعنی آفر، خود این مسئله نوعی حرمت و نوعی ارادت و نوعی محبت در لا بلای اون خطوطی که شما نقاشی میکنین میسین، عرض کنم که عنایت نهفته میشه. خب حالا بشر نمیتونه کشف کنه علتش چیه. حالا بذارید که هشت تکس، نه تکس نمیتونم. بله بله. بذار یکی از دوستان که لطف کرده برای شما نوشته و ما هفته پیشم صحبت کردیم ولی شما پاسخی ندادید، این رو من بخونم شما اگه دوست داشتید جواب بدید. ایشون نوشتن که ضمن تشکر از زحمات شما، برنامه آقای افشارها بسیار جالب و آموزنده است. در معلومات و سواد ایشان بحثی نیست، ولی گاهی اوقات حرفهایی میزنن که به این قرن نمیخورد. در برنامه دیروز، ایشون منظورش هفته پیش بود، اشاره این نمودن که خانواده 11-12 نفره در یک خانه با یک ماشین سر می کردن، حال آنکه اینجا در 8 آپارتمان و 7 ماشین، این بحثی نیست که سرمایدار و دوستان کلیمی استفاده های آنچنین می کنن. ولی آیا نباید با زمان پیش رفت؟ اگر این طور است از اسکایپ و این چیزها استفاده نکنیم و مثل قدیم نامه بنویسیم و دو سه ماه به گوش مردم برسد، نه افراد نه تفرید، خیر الامور اوسطها، موفق باشید. این دوست ما یک آقای ارمنی کارگری هست که خیلی هم لطف دارن به تلویزیون مردم و من عزیزی که اینو نوشتن خیلی متشکر و گویا مثل که من پاسخکی هم داشتم برای این مسئله. عرضم به حضورتون که اولا هر چیزی به حکم اینی که قدیمی هست منفور نمیشه، خیلی از چیزهای قدیمی هست که تمام افراد حتی خود این نویسنده عزیز هم میگه مثلا کاش که اونجور، کاش که اینجور. بنابراین ما نمیتونیم یک چیزی رو اگر قدیمی بود مطرودش بکنیم به حکم این که میخوایم حتما با زمان بریم. بعد هم خیر، در بعضی از مسائل به نظر بنده ایستایی نشانه عقل و درایت شخصه. من اصلا ننشستم، منی که میگم من نوعی که زمانه قبا بر تن ما ببره، ولی با وجود این مسائل بعد نفی ملاوات نمیشه، نمیتونیم بگیم آقا حالا که این هستش بیایم اینی کیش استفاده نکنیم. نه، تا جایی که لازممون هست استفاده میکنیم. اگر هم که این نبود در دسترس، بله، اگر ما در یک دهی بودیم که این امکان نداشت، هم نامه مینویسیم و هم در ظاهر میشیم، اسکایپ نخواهد بود. اما زمانی که حالا این مسائل هست ازش به خوبی استفاده میکنیم و هیچ ایرادی هم نداره که به هر حال سنت های قشنگ، مسائل خوب، عاطفه خانوادگی، اجتماع زیبای فامیلی را افراد حفظش کنند.
خود انشقاق 11 نفر در 7 تا خونه 6 تا خونه اصلا این مدرنیسم نیست، این همون شیطنتی است که به سرکردگی خونخاران جهان که در اقصا نقاط جهان هم پراکنده است و هر کسی هم به یک جایی اشاره میکنه و ما هم به یک جایی اینها طراحی میکنن و به مردم دنیا حقوق نمیکنن. اصلا نیازی نداریم به این همه مد، مطلق بشر نیاز نداره به این اداهایی که اینها با هجوم بیرویه و پرفشار تبلیغات در مغز مردم قرار میدن. میتونه انسان زندگی راحتتر، زیباتر، آرامتر و بسیار ثمر بخشتر و بهره‌مندانه‌تر برای خودش و برای دیگران ایجاد بکنه. ولی فرمایش ایشون که خیر الامور اوسطها بسیار فرمایش متینی است و ما هم در همین میگیم، در همین میزان صحبت میکنیم، نه خیلی افراط برای پیشبرد این مدرنیسم عرض کنم اختاپوسی و نه ماندگاری در آن مسائل و موازین 100% سابق. همینطور که ایشون فرمودن خیر الامور اوسطها بسیار فرمایش جالبی است. بله برای عنایت کردم و من تشکر میکنم از اعتنایی که کردن بر برنامه و گفتار بنده و حضرت عالی. من از شما ممنونم. بسیار ممنون. دوستان عزیز اگر پرسشی دارید از آقای افشارها با شماره تلفن 905-737-5159 یا با ایمیل info@kaveacademy.com تماس بگیرید. نظراتتون، پرسشاتون رو هر موقعی که این فیلم ها رو ببینید، چه روی یوتیوب، چه روی فیسبوک، چه بازپخش تا برنامه آینده میتونید برای ایشون آقای سوربی جان. اگر حتی خود اینها سوالی نداشته باشن ولی نظرشون این باشه که ارشادی بدن و ماها رو روشن کنن، بنده مکرر عرض کردم قبل از اینی که بخواد انسان سخنی بگوید، قبل از اینی که بخواییم بگیم ماها معلمیم، دانش آموزیم، استادیم، پروفسوریم، هر کس هر چی هست، قبل از این مسائل به نظر بنده دانش آموز و محصل خیلی خوبی هستیم. کمک کنن ما را در همین به اصطلاح پیران سر زندگی هم که باشه در بعضی از مسائل اگر تصور میکنن اشتباهی هست ما رو روشن کنن، البته با بحث محترمانه که تلفنی و یا ایمیلی با هم خواهیم داشت. دیگه من چیز دیگری به نظرم نمیرسه. اگر حضرت عالی هم صحبت خاصی نداشته باشین تصور نمی کنم وقت زیادی باشه. داریم وقت آقای نه 56 دقیقه است، یکی چند دقیقه بمونده که بریم سراغ آقای ارشاد. از شما ممنونم، امیدوارم این کسالتی هم که دارید به زودی رفع بشه. بله امیدوار هستم شما هم آخر هفته خوشی داشته باشید و همگیمون سلامت باشید. همه واقعا قربان شما آقای. خدا نگهدار، به امید دیدارتون. خیلی متشکرم. خب دوستان عزیز، با آقای دکتر کاظم افشارها بودیم. اجازه بدید من یک ماجرایی رو هم براتون بگم که دیروز یکی از دوستانی که ایشون قبلا مخالف من بوده تماس گرفت و گفت که آقا من میخوام از شما عذرخواهی کنم. گفتم اصلا مهم نیست، من هفته یکی دو نفر از این دوستانی که سالها منو میشناسن و حالا رفتند و از آقا رضا به اصطلاح دیدن بخاری بلند نمیشه یا سر اون قبری که اینها گریه و زاری میکردن دیدن مرده‌ای داخلش نیست برمیگردن، هیچ مشکلی نیست، دلخوری ندارم، اصلا من نمیشناسم شما. این آقا میگفت که من از شما یه سوالی دارم که آمریکا میخواد نفت رو از کانادا بکشه ببره پایین، چندین سال اینها موندن توی کشیدن یک لوله، شما به من بگو این آخوندها چجوری از شمال نفت رو از روسیه میگیرن در جنوب نفت رو تحویل میدن بدون لوله‌ای، بدون هیچ پولی خرج کردن. بعد به من میگفت شما اگر یه نفر بهت بگه، چون من تو برنامه قبلی گفته بودم که این آخوندها امروز دارن مواد اتمی رو به آمریکا میفروشن، مواد اتمی رو به روسیه میفروشن، شما میگفتید که این شخص دیوونه است. شما به من بگید اینها چه کار کردن، چه جوریه؟ بعد گفتن که شما برنامه آقای حشمت الله رئیسی رو اگه حشمت رئیسی، ایشون دوست نداره بگیم حشمت الله، حشمت رئیسی هم اگه نگاه کنی گفت که این آخوندها قبلا هم به اصطلاح با آمریکا همین معامله رو کردن و به نوعی
آمریکا اونجا ضرر کرد و حالا دارن با روسیه این کار رو میکنن. اگه یادتون باشه یا تاریخ رو حقیقتا طبق گفته‌های خود CIA و اینها بخونید ببینید، میبینید که آقای ریگان برای اینکه حتی برنده بشه در انتخابات رئیس جمهوری آمد دست به دامن این آخونده شد. بعدم برای همون ماجرای نمیدونم اسلحه طلایی و نمیدونم کیک زرد و یک کتاب و انجیل بردن و اینها. خلاصه سیاست یه بازی زشت و کثیفی هست، ضمن اینکه قرار بر این بوده که سیاست هنر باشه و به اصطلاح بتونن از طریق سیاست مشکلات رو حل کنن. الان دنیا به جای رسیده که سیاست خودش شده اولین و بزرگترین مشکل دنیا. بازم از خانم شایسته الهامی ممنونم، از آقای دکتر افشارها تشکر میکنم. همین جوری که ما همیشه اینجا گفتیم، شما هم میتونید در تلویزیون مردم برنامه داشته باشید. اگر خودتون سخنور نیستید و راحت نیستید، میتونید برنامه دیگران رو، همین جوری که این دوستمون الان ماهی کوچولو رو یه مبلغ خیلی کمی داده تا دوشنبه نشون بدیم، همون جوری که آقای رادخو ویدیو خودشون رو قرار گذاشته بودیم تا جمعه نشون بدیم ولی بهشون گفتیم که ویدیو خوب هست، ما هم تا دوشنبه نشون میدیم. و از طرفی آقای چمنارا ویدیویی که من روی فیسبوک گذاشتم، یکی از دوستان خواست که اون رو هم تا دوشنبه به اصطلاح نشون بدیم. بریم با هم سراغ آقای حسن ارشاد از ایران. و اگر درباره برنامه‌های آقای حسن ارشاد هم مطلبی دارید، صحبتی دارید، به قول آقای افشارها نه که فقط پرسش، حتی اگر نظری هم دارید عنوان کنید تا این دوستان بتونن درباره پرسش‌های شما، نظرات شما بحث و گفتگو کنن. امیدواریم که بیشتر با هم گفت و شنود داشته باشیم تا اینکه هر کدوم بیان فقط صحبت خودمون رو با داد و فریاد بخوایم به دیگران حق نکنیم. همیشه گفتیم و باز هم خواهیم گفت، گفتنی‌ها کم نیست، من و تو کم گفتیم. آخر هفته است، مواظب باشید. اگر اهل مشروب خوردن هستید یا ننوشید، یا اگر می نوشید به اندازه بنوشید و خوب و شاد و موفق باشید. روز و روزگار بر شما عزیزان خوش.